بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. با شما عزیزان هستیم در قسمت دیگری از برنامه حجت بی حجت. اگر بیاد داشته باشید در هفته گذشته در مورد 12 امام یا 12 پیامبر صحبت کردیم که در کتاب حجت در کافی بابی که در فضائل امامان نوشتن و خیلی از صفات انبیای الهی و رسولان اولوالعزم الهی رو به امامان 12 گانه‌شون دادن. در برنامه امروز هم در ادامه همین مبحث کتاب حجت در کافی در خدمت شما عزیزان هستیم و مهمان همیشگی برنامه هم حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان که در استودیو حضور دارن. جناب استاد خوش آمدید. بندم خدمت جناب علی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام و وقت بخیر دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب علی هستم. زنده باشید. جناب استاد اگر دوست دارید سوالا رو باز تکرار بکنیم. میگن خر عیسی گرش به مکه بری چون بیایی امان خر باشد. بکنم که اینا آدم نمیشن، اما بازم اگر دوست دارید یک بار دیگه تکرار بکنید. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. همون گونه که شما و همچنین بینندگان عزیز شاهد بودند، تا حدود یک ماه است که تقریبا این سوالات ما تکرار میکنیم، اما ایشون نمیدونم که نمیشنوند یا اون عزیزی که براشون عزیز بود گفته بود پاسخ بدید اون خبر نداره، شفاعتی نکرده. به هر صورت این سوالات رو که داشتن رد می‌شدن به طرف استودیو، چشمشون به این مانیتور وصال حق نیفتاده که ببینند و جواب بدن، و مطمئنن هم جواب نخواهند داد این سوالات رو، جوابی نداره این سوالا. من فقط سوال یک سوال رو تکرار میکنم، بقیه سوالات ارفاق میکنه بهشون. از 6 سوالی که من مطرح کردم فقط یک سوال رو به صورت خلاصه من عرض میکنم. علمای شیعه، علمای زیادشون، یعنی بزرگان شیعه مانند مجلسی، مانند جزائری و خیلی دیگر، حتی مفید و از معاصرین بسیاری، اعتراف کردند که روایات تحریف قرآن در حد روایات امامت هست. متواتر هست در حد روایات امامت. و همون کسانی که تحریف قرآن را روایت کردند، همون افراد با همون سندها، همون مشایخ، همون شاگردان، روایات تحریف قرآن را هم دارند و روایات امامت را هم دارند. اگر سند صحیح هست، خب سند صحیحه، با همین سند هم تحریف قرآن روایت شده و هم امامت 12 روایت شده. این گونه نمی شود که ما یکی را بپذیریم یکی را رد بکنیم. و همچنین غیر از این روایات زیادی وجود دارد در مذهب شیعه. شیعیان واقفی بودند، یک گروهی از شیعیان بودند که بعد از امام موسی کاظم در واقع وقف کردند، توقف کردند، ایستادند بر امامت موسی کاظم و روایات خیلی زیادی را آوردند و مطرح کردند که من عرض کردم هم صحیح تر هست و هم صریح تر هست، مبنی بر این که امام موسی کاظم در واقع مهدی آخرالزمان بودند ایشون. و در این زمینه اومدند کتاب‌های زیادی رو تألیف کردند با عنوان کتاب الغیبه که روایات را که در مورد اثبات امامت و مهدویت آخرالزمانی موسی کاظم هست، در این که روایات رو در این کتاب‌ها جمع‌آوری کردند. الان سوال بنده این هست که علمای شیعه، مراجع قوم و نجف، آقایونی که کارشناسانی که در شبکه ولایت هستند، با کدام معیار علمی و با کدام اصول علمی روایات تحریف قرآن را که متواتر هست و همچنین روایات مهدی بودن موسی کاظم را رد می کنند که با همان معیار ما بیاییم روایات مهدی بودن محمد ابن حسن عسکری یا روایات امامت ائمه 12 رو در واقع تحلیل و بررسی بکنیم؟ ما منتظر هستیم که علمای شیعه یک اصول علمی، یک روش و منهج علمی رو در واقع جلوی روی ما بگذارم که ما با این روش و با این اصول علمی هر دو دسته از این ادعاهای تواتر رو در واقع بررسی بکنیم. جزاکم الله خیر. اینم برای جناب حجت الاسلام شترمرغ آقای ابوالقاسمی که تقریبا یک ماه بیشتر است که این سوالات تکرار میشه و
چون جوابی ندارن نمیخوان جواب بدن. ما همچنان و بینندگان عزیز و وقتجویان شیعه منتظر هستن که اگر جرأت و شهامت و مردانگی دارید بیاید به این سوالا پاسخ بدید. شما که ادعا میکردید که بحث علمی دارید و نمیدونم روایات متواتر دارید، این سوالاتی که جناب استاد مطرح کردن 6 سوال بود و بیش از 15 مورد بود که ما در برنامه‌های مختلف ذکر کرده بودیم، از بین اینا 6 سوال انتخاب شد و در برنامه امروز خدا خیرشون بده استاد از 5 سوال دیگه گذاشتن 1 سوال برای شما گذاشتن که همین یکی را مگر این 200 تا مرجع و استاد دانشگاه و حوزه که جمع کردید در اونجا در قم جمع بشن و یک راه حلی برای این سوال بسنجن، یک پاسخی ارائه بدن و ما همچنین منتظر خواهیم بود در برنامه آینده انشالله، خدا کنه که جوابی داشته باشم برای این سوال. جناب استاد، در بابی که میخوایم صحبت بکنیم عنوانش هست الحج لا تقوم لله على خلقه الا بامام. در برنامه گذشته من دو باب قبلی رو که باب 61 این کتاب و 60 بودن اینا رو با هم دیگر بررسی کردیم، باب طبقات الانبیاء و الرسل و الائمه و همچنین باب الفرق بین الرسول و النبی و المحدث که این ابواب رو روایاتش رو بینندگان عزیز دیدم، تناقض و تضادهایی که در این ابواب وجود داشت من خدمت بینندگان عزیز یک بخشی رو مطرح کردم، روایاتی رو که در این باب تصریح کرده بودند و روایات صحیح این باب در واقع تصریح کرده بود بر تحریف بودن قرآن و دستکاری شدن قرآن، اینو من خدمت بینندگان عزیز معرفی کردم و از این ابواب نهایتاً آقای علامه مجلسی در واقع ایران شده بود، گفت که من که تفاوتی رو در میان رسول و نبی و امام پیدا نکردم و ما هم سوال کردیم اگر کسی از بینندگان چون این تفاوتی رو پیدا کرد ما را اطلاع بده و حداقل آقای مجلسی که شاید نمیشنوند حداقل روی سنگ قبرشون بنویسند که تفاوت نبی و رسول و امام در واقع این بود که شاید هم به دردشون بخوره در روز قیامت. اما واقعیت این است که با توجه به این روایات و با توجه به تضادی که این روایات دارند و با توجه به روایات متضاد و مختلفی که در این روایات هست و تحریف قرآن که در این روایات گنجانده شده و ابهامی که در این روایات هست، به هیچ عنوان انسان عاقلی نمیتواند که هیچ گونه تفاوت رو در میان رسول و نبی و محدث یا امام در واقع پیدا بکنند. اینا اومدند یک جایگاهی رو به عنوان امام امامت ساختند و یک ویژگی هایی رو براش در واقع بیان کردند که به هیچ عنوان ویژگی های امامت با ویژگی های نبوت هیچ گونه تفاوتی رو ندارند. حتی من روایاتی رو از کتاب اصول کافی خوندم که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که به ادعای شیعه دارای مقام امامت هست ادعا کرده بودند که 6 مورد رو من حتی از رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فراتر هستم و بیشتر دارم و شیعه این عقیده رو دارند که تمامی ائمه شیعه در واقع از نظر فضل در یک سطحی هستند، هر فضیلتی و هر علمی که برای اولی حاصل باشد تا 12 برای همه در واقع حاصل می شود و نتیجهش این است که ائمه شیعه هم بر پیامبران اولوالعزم برتر هستند و هم بر بقیه پیامبران و حتی هم بر رسول الله صلی الله علیه وسلم ترجیح دارند و فضیلت دارند و این عقیده ای هست که من گمان نمی کنم که هیچ انسان مسلمانی که یک ذره عقلی داشته باشد، با قرآن و حدیث آشنایی باشد، با شریعت اسلامی آشنایی داشته باشد چنین قضیه ای رو در واقع بتواند که بپذیرد. تضاد 100% دارد با آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم و حتی گفتار ائمه رضی الله تعالی عنهم اجمعین، امام علی رضی الله تعالی عنه، باقر، جعفر صادق و بقیه که من از کتاب نهج البلاغه و همچنین از کتاب بحار الانوار در جلسات گذشته مطالبی رو به نقل از این بزرگواران خدمت بینندگان عزیز من بیان کردم. باب 62 کتاب اصول کافی و کتاب الحجه، بابی هست بعنوان ان الحجه لا تقوم لله على خلقه الا بامام، که حجت الهی بر بندگانش قائم نمی شود مگر با امام. حجت الهی بر بندگانش قائم نمی شود مگر با امام، حتما باید امامی باشه. در صفحه 177 جلد 1 صفحه 177 کتاب الحجه هست و باب ان الحجه لا تقوم لله على خلقه الا بامام،
قبلا من عرض کردم که آقای کلینی در باب 60 آورده بود، گفته بود که باب و طبقات الانبیاء و الرسل و الائمه، انبیا و رسل و ائمه. یک باب بعدش ائمه رو حذف کرد، به جای ائمه آورد الفرق بین الرسول و النبی و المحدث. خودش هم گیج مونده در این مورد و نمیدونسته که بگه امام یا محدث. به هر صورت اومدن یک جایگاهی رو برای امامت معرفی کردن که جایگاه امامت و خود امام از جایگاه نبوت و از جایگاه رسالت بالاتر هست و خود امام هم در واقع از رسول و نبی، حتی خاتم الانبیا و حتی افضل الرسل و حتی ائمه اولوالعزم پیامبران اولوالعزم هم در واقع گفتند که بالاتر و برتر هست. در اینجا یک ادعای دیگری کرده که حجت الهی در روی زمین قائم نمی شود، تمام نمی شود مگر با وجود امام. حتما باید امام باشد تا اینکه حجتی در واقع بر انسانهای هر عصر و زمان در واقع قائم بشود. این باب، این عنوانی که در اینجا آقای کلینی مطرح کرده، این هم با آیات قرآن تضاد دارد و هم با احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و هم با گفتار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، من جمله سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. در این باب آقای کلینی بعد از 20 سال زحمت تمام که 20 سال زحمت کشید و این کتاب را تألیف کرد، 4 تا روایت را آورده در اینجا مطرح کرده که از این 4 روایت بنابر گفته آقای ملا باقر مجلسی روایت اول صحیح است، روایت دوم ضعیف است، روایت سوم مجهول است و روایت چهارم صحیح است. یعنی روایت اول و روایت چهارم این باب را در واقع گفتند که صحیح است. من یک نکته را عرض می‌کنم. اگر این روایات صحیح نباشند، اگر این روایات در این باب و همچنین ابواب دیگر، این یک قاعده کلی هست در واقع، اگر این روایات صحیح نباشند، پس بنابراین عنوان بابی رو که مطرح کردن ان الحجت لا تقوم لله علی خلقه الا به امام، این عنوان قائم نیست. این عنوان و این حرف دلیلی و مدرکی رو ندارد. پس بنابراین با غیر امام هم حجت الله متعال بر روی بندگان در واقع ثابت می شود. اگر روایات صحیح نباشند، اگر روایات معتبر نباشند، پس بنابراین این حرف آقای کلینی که بعد از کلینی دیگران هم اینو در واقع تکرار کردند، این حرفشون بی دلیل هست و هیچ گونه حجیتی ندارد و یک مطلب کاملا بی اساس و غلط هست. و بالفرض اگر این روایات صحیح باشند، باز هم دلیل بر بطلان مذهب شیعه هست. اگر صحیح نباشند، بطلان بر این باب هست، بطلان بر این مطلب هست و اگر صحیح باشند، دلیل بر بطلان مذهب شیعه هست. این 4 تا روایت رو که روایت اولیش رو که آقای مجلسی در واقع گفته که این روایت صحیح است، من خدمت بینندگان عزیز اینو میخونم و هر 4 تا روایتی که در اینجا وجود داره. روایت اول از محمد ابن یحیای عطار هست که بیشترین روایت رو آقای کلینی بعد از علی ابن ابراهیم از این فرد داره، محمد ابن یحیای عطار هست. روایت اول از العبد الصالح نقل شده از امام موسی کاظم هست، قال ان الحجت لا تقوم لله على خلقه الا بامام حتى يعرف، که حجت الهی قائم نمی شود بر بندگانش مگر با امام و آن وقتی یا تا آن زمانی که شناخته بشود. حتی یعرف، یعنی حجت الهی بر خلق و بر بندگان قائم نمی شود مگر با امام شناخته شده ای، مگر با امامی که حتی یعرف، شناخته بشود، مردم اونو بشناسن. این روایت اول هست. روایت دوم که ضعیفه، روایت سوم که در واقع مجهول است، همین مطلب را آوردند با سند دیگر از ابو عبدالله نقل کرده، ان الحجت لا تقوم لله عز وجل على خلقه الا بامام حتی یعرف. روایت چهارم از امام رضا باز همین حرف زده، ان الحجت لا تقوم لله على خلقه الا بامام حتی یعرف. خب در این زمینه ما 3 تا روایت داریم، یکی از این روایات صحیح هست و 2 روایت دیگر ضعیف و مجهول هستند. مفاد هر 3 روایت و حداقل همون روایت اولی میگوید که حجت الهی بر خلق و بر بندگان قائم نمی شود مگر با وجود امامی که شناخته بشود، با وجود امامی که شناخته بشود. اگر این روایات ضعیفند و نامعتبرند و دروغند، خب حرفی نداریم.
این ادعای شما ادعای دروغی هست، از بی خوبان ادعاتون ادعای دروغی هست. بدون از وجود امام حجت الهی بر بندگان قائم هست. اگر صحیح هست، حداقل اولی رو گفتی صحیح هست و روایت دوم و سوم تقویتش میکند، معنیش این است که امام باید شناخته شده باشد، امام مجهول الهویه یا مجهول المکان یا مجهول الزمان یا مجهول العلم و مجهول الاثر در واقع به هیچ عنوان با چنین امامی نه از نظر عقلی حجتی قائم میشود و نه از نظر علمی. اساسا من عرض کردم که این باب با آیات قرآن کریم و با روایاتی که از اهل بیت ما داریم این کاملا در تضاد است. در سوره نساء آیه 165 الله متعال میفرماید رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتم بعد الرسل. الله متعال رسول را و پیامبران را فرستاد تا این که حجت بر بندگان قائم بشود، الزام بشود بر اونها و حجت الهی برای اونها اتمام بشود و بعد از پیامبران حجتی دیگر باقی نماند. و ما معتقد بر این هستیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم و بقیه پیامبرانی که تشریف آوردند و رسول شدند و برگزیده شدند از جانب الله متعال با بعثت انبیا بر اقوامشون حجت الهی کامل گشته. بعد از بعثت انبیا و ارسال رسول حجتی دیگری باقی نمانده که الله متعال این رو بر بندگان در واقع بیان بکند. غیر از این وقتی که ما در روایات اهل بیت و گفتار اهل بیت میرویم و نگاه میکنیم، میبینیم که در روایات متعددی در خطبه های متعددی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بیان کرده این رو که در واقع حجتش رو الله متعال بر روی بندگانش با توسط رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کرده. در خطبه 86 همین مطلب آمده، در خطبه 91 همین مطلب آمده، در خطبه 161 و همچنین 176 و همچنین 183 و جاهای دیگری حضرت علی رضی الله تعالی عنه مطالبی رو در این زمینه کاملا بیان فرمودند که من نمونه از این نکات رو خدمت بینندگان عزیز معرفی میکنم. در خطبه 86 ایشون میفرمایند که فالله الله ایها الناس فیما استحفظکم من کتابه و استودعکم من حقوقه. از الله متعال بپرسیزید و بترسید که این کتابی رو که بر شما در واقع نازل کرده الله متعال و شما رو حافظ بر اون قرار داده و اون کتاب رو امانت گذاشته در دست شما. و در صفحه بعدی میفرماید که فالقا الیکم المعذره و اتخذ علیکم الحجه. الله متعال با بعثت رسول الله و با ارسال قرآن حجت رو بر شما در واقع قائم کرده. و همچنین در روایتی در بابی دیگر و در خطبه دیگر 176 سیدنا علی رضی الله تعالی عنه دستور داده که ما به قرآن در واقع چنگ بزنیم و پیروی بکنیم از این قرآن. فإن الله قد أعذر إليكم بالجلية واتخذ عليكم الحجة. الله متعال حجت رو با این قرآن و با ارسال رسول الله صلی الله علیه و سلم بر شما کامل کرده. وعلم ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش. این قرآن ناصحی هست، خیرخواهی هست که فریب نمیدهد. و الهادی الذي لا يضل و راهنمایی هست که گمراه نمی کند. و المحدث الذي لا يكذب و گویندهی هست که فریب نمیدهد. و علمو این من به ترتیب نمی خونم اینها رو. و علمو انه ليس على احد بعد القرآن من فاخه. کسی بعد از قرآن فاخه ای را ندارد. و لا لأحد قبل القرآن من غنا. کسی دیگر قبل از قرآن غنی نیست، نیازمند قرآن است. فاستشفوه من ادوائكم و استعینو به على لأوائكم. در مرضهای خودتون، سختی های خودتون از این قرآن استفاده بکنید، طلب کمک بکنید. فإن فيه شفاء من اكبر الداء و هو الكفر والنفاق و الغی و الضلال. که این قرآن در واقع شفای بزرگترین درد هست که من درد کفر و نفاق و زلالت و گمراهی هست. فاسأل الله بهی، با قرآن از مردم سوال بکنید، یعنی این قرآن وسیله شما باشد، توسل بکنید به این قرآن. و توجه الیه بحبه و متوجه بشوید و توسل بکنید به طرف به الله متعال با محبت این قرآن. تا مطالب دیگری که در این زمینه آورده. و همچنین در خطبه 183 ایشان میفرمایند
میگویند که فالقرآن آمر زاجر و صامت ناطق حجت الله علی خلقه، قرآن حجت الهی بر خلقش است. با توجه به این خطبه هایی که من درس کردم و با توجه به آیاتی که خدمت بینندگان عزیز من تلاوت کردم، این باب اساسا هم با قرآن تضاد دارد، زیرا که قرآن در واقع رسول و پیامبران الهی رو آخرین حجت های الله متعال معرفی کرده و در هیچ جا نگفته که حجت باید با امام در واقع اتمام بشه، بلکه گفته که با انبیا و رسول الهی در واقع حجت تمام شده. و همچنین سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در فرازهایی از گفتار خودشون، خطبه های خودشون، همیشه این مطلب را بیان کردند که با رسول الله صلی الله علیه و سلم حجت کامل شده، قرآن برای شما حجت هست، بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگر در واقع وحی منقطع شده، حجت دیگری وجود نداره. بلفرض این که این روایات رو که یعنی بگذاریم، از تضادی که این باب با آیات قرآن و با گفتار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم دارم، عرض کردم که از میان چهار روایت سه روایتش میگویند که حجت قائم نمی شود مگر با امام، مگر با امام، اونم امامی که باید شناخته بشود، الا به امام حتی یعرف، باید در واقع شناخته بشود. اما واقعیت این است که شیعیان اهل بیت به صورت کلی در طول تاریخ، یعنی شیعیانی که پیرو اهل بیت بودند، چه شیعیان علی، شیعیان حسن، شیعیان حسین، زین العابدین، باقر، صادق و تمام شیعیان دیگری که در طول تاریخ در واقع بودند، این شیعیان حجت‌های دیگری را غیر از اثنا عشر داشتند. حتی پیروان خود ائمه حجت هایی رو داشتند که غیر از این بوده، معتقد به امامت و حجیت انسان های دیگری بودند غیر از اون چیزی که امروز شیعیان اثناعشری در واقع به آن معتقد هستند. پس امامان دیگری رو داشتند، امامان دیگری رو داشتند، یعنی هر امامی که از دنیا میرفت پیروانش و شیعیانش حتی افراد نزدیکش معتقد به امامت افراد دیگری بودند غیر از اون چیزی که امروز شیعیان معتقد به آن هستند و در سلسله سند خود و این سلسله امامت اثناعشر دارند. پس بنابراین حتی شیعیان ائمه هم بر حجت مشخصی اتفاق نظر نداشتند. این 12 نفری که شیعیان اثناعشر اونها رو حجت میدونند، امام خودشون میدونند، شیعیان غیر اثناعشر که جمعیتشون بیشتر بوده در طول تاریخ، نزدیکتر به ائمه بودند، به هیچ عنوان این ائمه اثناعشر را به این ترتیب حجت در واقع نمیدونستند. غیر از این، وقتی که ما برمیگردیم، بلفرض ما قبول کردیم که حجت الهی بر بندگان قائم نمی شود مگر با امامی که زنده باشد و مردم اون رو بشناسند، حتی یعرف، مردم اون رو در واقع بشناسند. الان سوال در اینجا هست، در طول این 12-13 قرن چند نفر مهدی رو شناختند؟ چند نفر مهدی رو شناختند؟ این روایات صحیح شما بلفرض ما قبول بکنیم که صحیح است، که بیچ عنوان صحیح نیست. من عرض خواهم کرد چرا صحیح نیست. بلفرض این که عرض کردم اگر صحیح باشد مذهب شما باطل هست و اگر صحیح نباشد حرف شما باطل هست. اهل همر. بله، هر دوتاشون در واقع یعنی خوشایند نیست برای شیعه. بلفرض این که ما قبول بکنیم که امام باید زنده باشد، مردم او را بشناسند. مردم رو باید بشناسند. چند نفر از شیعیان اثناعشری در طول تاریخشون، این 12-13 قرن، بعد از وفات یا بعد از وفات حسن عسکری و غیبت فرزندشون، گونه که ادعا میکنند، چند نفر امام خودشون رو میشناسند؟ فقط میدونند که محمد ابن حسن عسکری. در مورد ولادتش هزاران اشکال وجود دارد، در مورد وجودش و زنده بودنش هزاران اشکال وجود دارد و هزاران تضاد وجود دارد، هیچ اثری از اون در واقع دیده نشده. حتی در مورد مادرش هم اتفاق رأی نداره. در مورد همه چیزش، من عرض کردم در مورد مهدی هیچ موردی از موارد و ویژگی های مهدی، حتی نزدشیه، بحث اهل سنت و جماعت یک بحث کاملا جداگانه است، زیرا که مهدی ما هم متفاوت هست و ویژگی‌هاش هم متفاوت هستند. حتی در مذهب شیعه اثناعشری نه وجودش مورد اتفاق هست، نه ذاتش مورد اتفاق هست که کدوم فرد هست.
و همچنین نه صفاتش، هیچ کدام از اینها نزد شیعیان اینها مورد اتفاق در واقع نیستند. سوال من این هست که کدام یک از شیعیانی که ادعا میکنند اون گونه که این روایت اومده که امام باید شناخته شده باشد، چند نفر از شیعیان و چند نفر از مراجع امام خود را در واقع دیدند و میشناسند؟ و جالبی هست که کلیپی رو که شما پخش کرده بودید از آقای قزوینی، میگفتند که امام زمان در واقع ازدواج کرده با یک دختر تهرانی، منتها امکان دارد که حتی زن و بچهش هم نفهمند که ایشون امامه. عجب. حتی زن و بچهش هم نمیشناسند که ایشون در واقع امام مهدی هست. خب امامی که اومده برای ما از جانب الله متعال تا اینکه حجت رو بر ما قائم بکند، اگر قرار باشد این اندازه عرضه هم نداشته باشد که بزن و فرزند خودش بگه که من مهدی آخرالزمان هستم، خب به درد ما چی میخورد؟ وقتی که زن و فرزندش خودشون نمیشناسند، پس ما از کجا بشناسیم؟ و این روایات میگویند تا زمانی که امام شناخته شده نباشد حجت در واقع قائم نمیشه. و صراحتا گفته که ان الحجت لا تقوم لله على خلقی، حجت بر بندگان قائم نمیشود مگر با امامی اون زمان که شناخته بشود، و هیچ کسی امروز امام زمان را نمیشناسد. این چیزی که شیعه ها میگویند که محمد ابن حسن عسکری، خب همه شنیدند این ادعا را، اما محمد ابن حسن عسکری کی هست؟ کجا هست؟ وجود دارد یا وجود ندارد؟ دلیلی برای امامتش هست یا نیست؟ دلیلی برای ولادتش هست یا نیست؟ دلیلی برای زنده ماندنش تا کنون هست یا نیست؟ اینها تمام موردی هستند که مجهول هستند، یعنی مجهول در مجهول، در واقع همون عنوانی رو که دوستان گذاشتن الامام المجهول، عجل الله تعالی، یعنی جهالته باید بگیم دیگه، خدا این جهالت رو از ایشون رفع بکنه. این امام در واقع زمان هست برای این زمان، آخر الزمان. این دو مطلب. مطلب سوم، هدف از وجود امام چی هست؟ امامی که باید شناخته شده باشد اتمام حجت هست. تا امروز کدام حکم شرعی را ما از امام دوازدهم گرفتیم؟ امام اومده که احکام شرعی رو به ما یاد بده، قرآن رو برای ما بیاره، گفتار اهل بیت رو و اون چیزی که واقعا پیش الله متعال دین و شریعت از اون رو برای ما اثبات بکنه. کدام حکم شرعی را شیعیان امروزه از امام خودشون گرفتن؟ یا این که امام زمان در طول این سالیانی که به دنیا اومده و میگویند که وجود دارد، حجت را بر چند نفر قائم کرده؟ چند مورد از موارد دینی و شرعی و احکام شرعی رو برای مردم بیان کرده؟ متاسفانه هیچ گونه اثری در این زمینه از ایشون وجود نداره. بلکه وقتی که مراجعه میکنیم به فرق شیعه، میبینیم که نه تنها که این امامان حجت نبودن، بلکه سبب تفرقه و اختلاف بودن. هر امامی که از دنیا میرفت، به جای اینکه بیاد حجت بر مسلمان ها قائم بشه، پشت سر خودش 10 تا 20 تا گروه فرقه دیگری رو به جا میگذاشت که یکی ادعا میکردن که این امامی که مورد مهدی است، و یکی میرفتن سراغ پسرش، یکی میرفتن سراغ برادرش. و قطعا یعنی هم در این مورد اختلاف به وجود می اومد، به خاطر اینکه واضح نبود، این تفکر اساسا به صورت کلی از ابتدا مشخص نبوده، یک امری نبوده که از جانب الله و رسول باشه. اگر واقعا از جانب الله و رسول می بود، هیچ گونه اختلافی در آن به وجود نمی اومد، اختلافی به وجود نمی اومد. اما چون که هر کسی بنابر مصالح و منافع شخصی خودش خواستند که از این قضیه سوء استفاده بکنند، بعد از هر امامی متاسفانه ده ها یا کمتر و بیشتر در واقع فرقه هایی به وجود آمدند که ادعای نیابت از امام می کردند، و افرادی به وجود آمدند که ادعای امامت می کردند، و متاسفانه با این طریق مردم را فریب دادند. خب این در موردی هست که ما فرض بکنیم که این روایت صحیح است. همون گونه که آقای مجلسی روایت دوم را گفته که ضعیف است، روایت سوم را گفته که مجهول است، روایت اول را گفته که در واقع این روایت اول صحیح است، من تعجب میکنم که آقای مجلسی با چی معیاری و با کدوم اصول حدیثی این روایت را گفته که صحیح است. این آقای داوود رقی که از عبدالصالح، یعنی از امام موسی کاظم روایت کرده، انسان غالی بلکه رأس فتنه است. سرآمد روزگار خودش در باب غلو بوده و غالیان، خود شیعان حتی در واقع فتوا دادن که غالیان کافر هستند. هم غالی بوده و هم ضعیف الحدیث هست، روایاتش بسیار ضعیف است. اما با این وجود آقای مجلسی وقتی که یک بابی رو کلینی آورده، گویا که آقای مجلسی هم خجالت کشیده که از این باب بگذرد و حتی یکی از این روایات را تصحیح نکند. هرچی دیده بهترین روایت اولین روایت این باب بوده که تصحیحش کرده و این راویش را
فقط خدمت بینندگان عزیز، من از کتاب رجال نجاشی خدمت بینندگان اینو معرفی میکنم. دوستان این کتاب را نمایش بدن که بارها دیدن این کتاب را. رجال نجاشی هست، معروفترین کتاب شیعه در باب رجال و قدیمی ترینش از شیخ الجلیل ابو العباس احمد ابن علی ابن احمد ابن العباس النجاشی الاسدی الکوفی، متوفای سال 450 هجری هست. ایشون در این کتاب در باب و دال و در شخصیت 410 که در اینجا معرفی کرده، فردی هست به نام داوود ابن کثیر الرقی که اینو در واقع معرفی کرده، یا الرقی باید باشه اگر منظور رقی هست، اما اینجا فتحه زدند که الرقی. و ابوه کثیر و پدرش کثیر است، اسم پدرش کثیر است، داوود رقی فرزند کثیر. یکنا ابا خالد و هو یکنا ابا سلیمان، پدرش که ابو خالد هست و خودش مکنا به ابو سلیمان هست، ابو سلیمان رقی. ضعیف جدا، بسیار ضعیف است. نه اینکه تنها ضعیف باشد، یکی رو میگن که ضعیف هست، یکی میگن فیه ضعفون، یه مقدار یعنی در اون ضعفی وجود داره. این گفته که ضعیف جدا، بسیار ضعیف است این فرد. و الغلات و تروی عنه، و غالیان از اون روایت میکنن، بنابر اون چیزی که کشی در کتاب خودش باز نقل کرده، این رأس غلات زمان خودش بوده، بلکه رأس فتنه و سرآمد روزگارش در بحث غلات بوده. غلات یعنی انحراف کسانی که دین شیعه را و دین در واقع ائمه شیعه را به انحراف کشاندند و غلو و افراطی رو در اون اضافه کردند. جالب اینجاست که قال احمد بن عبد الواحد، احمد بن عبد الواحد میاد که قلما رأیت له حدیثا سدیدا، کمتر برای این آقا من حدیث راستی رو دیدم، بسیار کم هست، یا اینکه اصلا ندیده باشم. قلما رأیت له حدیثا سدیدا، من از این آقا یعنی حدیث راست و درستی را خیلی به ندرت در واقع دیدم. این آقای در واقع داوود ابن کثیر رقی همون کسی هست که روایت اول این باب را در واقع آورده. دوستان نمایش بدن اصل کتاب اصول کافی را، محمد ابن یحیی عطار از احمد ابن محمد ابن عیسی از ابن ابی عمر که قبلا این را معرفی کردیم، همچنین حسن ابن محبوب را، ان داوود الرقی، این داوود رقی همین داوود ابن کثیر در واقع رقی هست که عرض کردم که بسیار ضعیف است. اما بازم آقای مجلسی در واقع اومده و گفته که این روایت در واقع روایت صحیحی هست و در واقع خجالت کشیده از این که بگوید که در این باب هیچ گونه روایت صحیح وجود نداره. افراد دیگری هم در مورد این داوود رقی در واقع اظهار نظر کردند. غزایری هم در واقع ایشون رو فاسدور مذهب دونسته و هم کشی در مورد اظهار نظر کرده و حلی هم این مطالب را در واقع ذکر کردند که ایشون بسیار در واقع ضعیف بودند. روایتی کسی که بسیار ضعیف هست به هیچ عنوان ما نمیتونیم بگیم که در واقع صحیح هستند. خب ایشون می اومد همون گونه گفتن که مجهولن کس صحیح، می گفتن ضعیفن کس صحیح، خب ما میپذیرفتیم، یک اصطلاح جدید ایشون در واقع اضافه میکردن و می گفتن ضعیفن کس صحیح، با وجودی که ضعیف از ضعیفن جدا هست اما برای ما در واقع صحیح باشه، ما حرفی رو نداشتیم. عرض کردم اگر این روایت صحیح نیست این حرفتون باطل است، و اگر صحیح هست مذهبتون باطل هست که امام باید شناخته شده باشد، بر هر فردی امام باید اتمام حجت بکند و تا کنون بر هیچ شیعه ای امام زمانشون اتمام حجت نکرده. این رجال ابن غزایری رو فرمودید، من اتفاقا همینجا عکس این کتاب رو پیدا کردم، دوستان اگر نشون بدن، خیلی حرف جالبی نوشته در این مورد. اینم شناسنامش که در خم چاپ شده، داود ابن کثیر ابن ابی خالد الرقی مولا بنی اسد، یروی عن ابی عبدالله کان فاسد المذهب ضعیف الروایه لا یلتفت الیه، یعنی فاسد المذهب بوده، ضعیف الروایت هست، یعنی روایاتی که این آقا در اون باشه ضعیف هست، لا یلتفت الیه، اصلا اهمیتی نداره، بهش نگاه نمی کنند، به این آقا توجه هم نمیشه در باب روایت. اما یعنی جای تعجب هست که آقای مجلسی روایت چنین فردی را آورده و به عنوان بهترین روایت این باب که گفته بوده که صحیح هست اینو معرفی کرده. این مرات العقول هست دوستان، اگر که نشون بدن جلد دوم کتاب مرات العقول فی شرح اخبار آل رسول از همین آقای ملا باقر مجلسی که میریم در صفحه 293
أن الحجة لا تقوم لله على خلق إلا بإمام محمد بن يحيى عطار از داود رقی عبد الصالح روایت میکنه که در اینجا آورده الحدیث الاول صحیح، یک انسان فاسد المذهب ضعیف الروایه رو حدیثش رو میگه که صحیح است. جناب استاد من فکر کنم این ملا باقر مجلسی با پدرش ملا تقی مجلسی که حشیش میزدن دیگه همینطور انترمنتر میکردن، هر روایتی که روش دست میگذاشتن مثلا یالا اینو بده صحیح اینو بده ضعیف. ایشون هم از اون دود حشیش و تریاک در واقع متاثر شده اون لحظه که این کتاب رو شاید مینوشته، این آثارش یعنی اینجا پیدا شده. منتها روایت چهارم که البته این قضیه حشیش بله. که حرف ما نیست، تو کتاب خودشون اومده که پدر ملا باقر مجلسی حشیش میزده، حتی در ماه رمضان میگفته که در حالت روزداری هم حشیش زدن اشکالی نداره، گفته که با حشیش در واقع استفاده کردن با دخانیات روزه نمیشکنه. به هر صورت این سه روایت بودن، عرض کردن اگر صحیحه که مذهبتون باطل، اگر اشتباه هست این حرفتون باطل که با امام حتما حجت باید با امام در واقع اتمام بشود. روایت چهارم در اینجا مال همون برخی خودمون هست، آقای برخی هست، درسته من با سندش کار ندارم، برگرفتگی شده بود در آخر این، باز هم محمد ابن یحیی اینو روایت کرده، از ابو عبدالله اینو روایت کرده، من کاری با سندش ندارم زیرا که یعنی مطلب قابل ارزشی رو نداره. حقیقتا من هرچی فکر کردم من اینو نفهمیدم، این روایت رو، اینو خدمت بینندگان عزیز من میخونم، اگر بینندگان ما از این حدیث یک چیزی رو فهمیدند این به ما هم این مطلب رو برسونند. ایشون میگه که قال ابو عبدالله، ابو عبدالله فرمودند که الحجة قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، حجت قبل از خلق هست و همراه خلق هست و بعد از خلق هست. نمیدونم چی باید ترجمه بکنیم. حجت قبل از خلقت هست، یعنی قبل از خلق انسانها، قبل از آدم، قبل از مخلوقات حجت بوده، همراه با اونا بوده و بعد از اونا هست. خب حجتی که قبل از آدم باشه میخوان چیکارش بکنن؟ برای کی حجت بوده؟ قبل از خلق و قبل از مخلوقات برای کی حجت بوده؟ و بعد از این که خلقی وجود ندارد حجت برای کی هست؟ جالب اینجا است که الان که 1200-300 ساله که مردم از بیحجتی در واقع دادشون در اومده، این همه شیعه فرقه فرقه شدن، این همه خرافات و بدعات در دین ایجاد شده، حجتی نیست. اما قبل از خلق هم بوده، بعد از خلق هم هست، اما در زمان شیعی که ما دیدیم و این 10-12 قرن متاسفانه هیچ گونه حجیتی و هیچ گونه اثر و آثاری از ایشون در واقع نیست. من جدا این روایت رو متوجه نشدم، اگر کسی از بینندگان عزیز اینو متوجه شده اینو در واقع ازتون چه جزء سوالاتی باشه که امشب از بینندگان بپرسیم. بسیار خوب، اگر اینو اگر جواب بدن هر بیننده عزیزی که تونست این روایت رو ترجمه بکنه و منظورش چی هست، بله منظور این روایت چی هست و چگونه حجت با این روایت صحیح، حالا این روایت رو در اینجا ببینید. این کتاب الحجه مرات الاخول از جلد 2 صفحه 294 در شرح اخبار آل رسول، این روایت چهارم الحدیث الرابع صحیح هست. این روایت که بیشتر به یک معما شبیه هست این رو تصحیح کردن. حالا بینندگان عزیزی که مطلب رو متوجه شدن انشاءالله در نیم ساعت اخیر برنامه که به بینندگان عزیز اختصاص خواهیم داد میتونن این روایت ابو عبدالله رو که از محمد ابن یحیی. جناب استاد من فکر میکنم بینندگان اذیت نکنیم، این آقا خودش دچار برق گرفتگی شده بوده، حالا یه چیزی گفته دیگه، شما زیاد گیرید. قطعاً و کسی که یعنی معتقد خودش یعنی بعد انسان عاقل این چیزی جمله خود در واقع فیض کاشانی هم آورده که این آقا یک مدتی در حیرت در واقع بوده. اگر واقعا ایشون مطمئن بود که این حجت قبل از خلقم هست، بعد از خلقم هست و همراه با خلقم هست و بعد از خلق هست، خودش چرا گمراه شده؟ خود اصلا چرا حیران شده؟ حجتش رو نمیشناخته. اون وقت این آقای بی حجت، کسی که حیران بوده، برق گرفتگی داشته، اومده برای ما حجت بتراشه که هم قبل از خلق بوده و هم با خلق هست و هم بعد از خلق هست. خب ما که هیچی، حداقل شیعیان زنگ بزنن بگن ما حجت رو دیدیم، حجت با ما بوده. با ما که نیست، حجتی که به حجت ابن الحسن باشه ما ندیدیم، سراغ از اون نداریم. اگر همراه با شیعیان بوده خب اینو برای ما معرفی بکنند که بله در تهران به قول آقای خزوینی در کوچه فلان و نمیدونم فلاک فلان اونجا زن و بچه داره و اونجا داره زندگی میکنه. خب بینندگان ما هم برند حداقل ببینند، یعنی کسب فیضی بکنند، حجت برای اونا هم در واقع قائم بشه. جناب استاد یک سوالی که من امیدوارم که عقلای شیعه و کسانی که دنبال حقیقت هستن
کمی تفکر بکنن. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم ما را همیشه به تدبر و تفکر و تعقل دعوت میکنه. جناب استاد ادعا میکنن که امام زمان یا امین حجت ابن الحسن العسکری که بزرگترین حجت است دیگه فعلا برای همه بشریت، ادعا میکنن ایشون حجت است. ایشون یک سری توقیعاتی داشتن، دستخط هایی داشتن که برای خواصشون نامه مینوشتن. متاسفانه متن این نامه ها هست، این دستخط ها تا حالا وجود نداره. نشده که یک روز بگم بابا این دستخط امام زمان هست که در فلان موزه داره نگهداری میشه و میتونن مسلمان ها بیان نگاه بکنن. یا چرا امروز جناب حجت ابن الحسن العسکری همین امام زمان خیال اینها یک نامه ای نمی نویسه، یا همون دستخط سابقه اینا رو نمیارن که با آقای مثلا امین کلینی و اینا که قبلا الکافی کافل شیعتنا میگفتن همینا رو بیارن دستخط اینا رو تطبیق بدن که دیگه ما هم از این سردرگمی نجات پیدا بکنیم و شیعیان هم راه به جایی ببرن. واقعیت این است که همون گونه که خود محمد ابن حسن عسکری در مورد مادرش، من این روایت رو در چند هفته قبل کاملا در اینجا نمایش دادم که در مورد نام مادرش اختلافات خیلی زیادی وجود داره. اسم مادرش نمیدونم سوسن بوده، نرگس بوده، خمت بوده، سخیل بوده، یا نمیدونم چندین نام آوردن. جالب این بود که یکی از علما شیعه وقتی میخواست اینو توجیه بکنه میگه علتش این بوده که ایشون هر روز یک نامی داشته، هر روز یک نامی داشته، به خاطر این همه نام در واقع براش ذکر شده. این هم شاید برای شیعه قابل قبول باشه، هر روز یک نامی رو در واقع داشته باشه. این جریان خط محمد ابن حسن عسکری هم این گونه بوده، ایشون هر روز یک خطی رو داشتند و یک خط رو نمیشه که به عنوان خط ثابت محمد ابن حسن عسکری به مردم در واقع معرفی بکنن، زیرا که اصل نوابی که ایشون داشته همه دروغو بودن. هر کسی برای اینکه جیب مردم رو خالی بکنند رفتند ادعای نیابت کردند و اومدن از مردم خمس گرفتند و زکات گرفتند و سهم امام و حق امام گرفتند و بردن برای خودشون مصرف کردند. از اون طرف یک خطی هم برای خودشون نوشتند که اینم توقیع امام زمان هست. خب این امام زمان یک روزی در روز روشن می اومد برای یک کوهی در یک جایی که انسان‌ها بهش دسترسی پیدا نکنند، خودشون نشون میداد آقا این فلانی نائب من هست، این حرف من زدم، خداحافظ، من رفتم دیگه، دنبال من نگردید. حداقل مثل برق ظهور میکردم، پنهان میشد، از انسان مطمئن میشد. اما واقعیت این است که همون گونه که عرض کردم تمام این توقیات دروغ هستند. اصلا خود اصلا محمد ابن حسن عسکری دروغ هست، ثابت نیست ایشون وجودی داشته باشه. اصلا وجودش من عرض کردم دلایل رو و روایات شیعه رو ما کاملا بررسی کردیم، هیچ گونه دلیلی برای اثبات امامت و اثبات وجودش، اثبات ولادتش در واقع وجود نداره. و خطی هم که فقط از همین کسانی بوده که دکان باز کرده بودن به نام اهل بیت و به نام محمد ابن حسن عسکری و بقیه اهل بیت در واقع امرار معاش میکردن، همون گونه که امروزه هم هست، سهم امام میگیرند و در واقع خمس میگیرند که حق امام هست. اینا رو به کی میبرند میدند؟ شاید اینا هم به یک توقیع داشته باشند، اون مراجعی که سهم امام میگیرند و نمیدونم خمس میگیرند، و شاید یک توقیعاتی داشته باشند که اینو نیابتا تحویل امام زمان دادیم. متاسفانه انسان اگر عرض کردم که با عقل بخواد بررسی بکند وجود مهدی و صفات مهدی با هیچ عقل صحیح و سلیمی در واقع سازگار نیست. از نظر علمی بخوان بررسی بکنند هیچ گونه دلیلی برای اثبات مهدی محمد ابن حسن عسکری در واقع وجود ندارد، مگر این که افراد در واقع سوجی اومدند و از احساسات مردم، محبتی که اساساً با اهل بیت رسول الله و با شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم دارند، سوء استفاده میکنند و عقول مردم را در واقع به بازی گرفتند برای اینکه خودشون سوجی بکنند و امرار معاش بکنند. جزاكم الله خیر. جالب این است که اگر آخوند جماعت ادعای نیابت از امام زمان بکنن مثل نواب اربعه یا مثل ولی صفیح که امروز در ایران ادعای نیابت امام زمان میکنه، هیچ اشکالی نداره. اما اگر مردم بیچاره و بدبخت برای پر کردن جیبشون، برای سیر کردن شکم زن و بچهشون اومدن ادعای مهدویت کردن یا ادعای ارتباط با امام زمان کردن، دیگه سر و کله پلیس و گشت ارشاد و نمیدونم نظام و زندان و اینا پیدا میشه و اونا رو میبرن و محاکمه میکنن که چرا ادعای مهدویت کردن یا ادعای ارتباط با امام زمان. بر صورت میان برنامه میبینیم، شاید هم در مورد امام زمان باشه. احمد آقا من میان برنامه ای که آماده میکنم مرتبط با موضوعات برنامه است. بعد از این میان برنامه دوباره در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، با ما همراه باشید.
امام زمان آدم کش. آخوند دانشمند: نگید امام زمان آدم میکشه. اولا من یه جمله بگم به شما جوانها، عینک هاتون رو نسبت به امام زمان عوض کنید. بعضی ها حجت ابن الحسن رو سلام الله علیه رو العیاذ بالله با دیده یه قصاب نگاه میکنن. آقا میاد گردن میزنه، سرا رو میپرونه. خب حالا به یه جوان بگیم آقا دعا کن برای یه آقایی که میخواد بیاد بکشده، جوان دعا میکنه؟ من نمیگم وقتی آقا میاد کسی کشته نمیشه، ولی به قول استاد ما یک سری احادیث، این احادیث اسرائیلیات یهودی ها درست کردن که ما از امام زمان فاصله بگیریم، بترسیم از امام زمان. اما با هم ببینیم آیت الله مجتهدی تهرانی چه میگوید. اینجا میشه، اما انشاءالله قبل از اینکه آخوند در اینجا گرواتی بشن، حضرت مهدی علیه السلام انشاءالله تشریف میارن، ریشه همهشون رو میزنه، اینقدر میکشد آخوندا که نهر آخوند جاری میشه. روایت داره، روایت داره حضرت مهدی علیه السلام نشید داره اینقدر از ماها میکشه، شما که دیگه حساب نداره انقدر میکشه تا خون جاری میشه. روایت داره بچگی ما این عوایزام شنیده نشه، این پیر مردو یادش حرف من، چون اینا قدیمی هم، اینا که من میگم از عوایزای قدیم شنیده، در روایت خودم هم دیدم که انقدر نهر خون جاری میشه. من آسیاب میگم که از خود علما آها باشد حالا روی چقدر وقت اون آخود جیگولی که امام زمان میکشتش میگه اینجا نره، اینجا قدیمی فکر میکنه، چقدر خره در اینجا قدیمی فکر میکنه، بهش بگو اقبال من فوره گفت خیلی خره. بعضی ها حجت ابن الحسن رو سلام الله علیه رو العیاذ بالله با دیده یه قصاب نگاه میکنن. آقا میاد گردن میزنه، سرا رو میپرونه. خب حالا به یه جوان بگیم آقا دعا کن برای یه آقایی که میخواد بیاد بکشده، جوان دعا میکنه؟ ریشه همهشون رو میزنه، اینقدر میکشد آخوندا که نهر آخوند جاری میشه. روایت داره، روایت داره حضرت مهدی علیه السلام نشید داره اینقدر از ماها میکشه، شما که دیگه حساب نداره آخونده. بعضی ها حجت ابن الحسن رو سلام الله علیه رو العیاذ بالله با دیده یه قصاب نگاه میکنن. آقا میاد گردن میزنه، سرا رو میپرونه. خب حالا به یه جوان بگیم آقا دعا کن برای یه آقایی که میخواد بیاد بکشده، جوان دعا میکنه؟ ریشه همهشون رو میزنه، اینقدر میکشد آخوندا که نهر آخوند جاری. روایت داره، روایت داره حضرت مهدی علیه السلام نشید داره اینقدر از ماها میکشه، شما که دیگه حساب نداره. آقای دانشمند میگوید روایاتی که خوناشان بودن امام زمان را ثابت میکند اسرائیلیات است و یهودیان ساختند. اکنون با هم بنگرید که این یهودیان چه کسانی هستند. از ابو جعفر نقل شده که گفت اگر مردم می دانستند که قائم هنگام خروج چه کار خواهد کرد، بیشترشان دوست نداشتند او را ببینند. از مردمانی که می کشد و او با کشتن قریش شروع می کند و جز شمشیر چیزی رد و بدل نمی شود، تا جایی که بسیاری می گویند که این از آل محمد نیست وگرنه مهربان بود. بهار الانوار جلد 52 صفحه 354، الغیبه نعمانی صفحه 238، الزام الناسب جلد 2 صفحه 247. از ابو جعفر نقل شده که گفت اگر مردم بدانند که امام قائم وقتی ظهور کند چه خواهد کرد، اکثر آنان آرزو می کردند که کاش او را نبینند. از بس که مردم را می کشد، حتی بسیاری از مردم خواهند گفت
این از آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیست. اگر از آل محمد می بود رحم می کرد. بهار الانوار جلد 52 صفحه 353، الغیبه صفحه 153. از ابو عبدالله نقل شده که گفت وقتی که قائم آل محمد صلی الله علیه و سلم خروج کند، 500 نفر از قریشیان را جمع می کند و گردن آنها را می زند و سپس 500 نفر دیگر را نیز جمع می کند و گردن آنها را نیز می زند و این کار را 6 بار تکرار می کند، یعنی 3000 نفر، و گفته شده که تعداد قریشیان 3000 نفر بوده است. چون این روایت در آن زمان بوده و آن زمان تعداد قریشی ها اندک بوده، به این دلیل تعجب کرد. گفت آری، خود و موالی آنها این تعداد هستند. بهار الانوار جلد 52 صفحه 338، الارشاد مفید جلد 2 صفحه 383، روضة الواعظین صفحه 265، الغیبه نعمانی صفحه 240. بینندگان عزیز، امام زمان که از دیدگاه خود آقایان انسانی وحشی صفت و خوناشام و خونریز است، به گونه ای که روی حجاج و چنگیز و هیتلر را سفید می کند، آیا دعای فرج و ظهور چنین موجود خوناشامی حماقت نیست؟ قضاوت با شماست. با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما عزیزان هستیم و برنامه حجت بی حجت و ادامه موضوعی که داشتیم بحث می‌کردیم. جناب استاد، این چهار تا روایت که فکر کنم جای شک و شبهه برای بینندگان عزیز در باطل بودن ادعای حجیت امامان اهل بیت نمونده، آیا وقت داریم بریم سراغ باب بعدی؟ دیگه باید بریم تا اینکه یعنی مشخص بشه برای بینندگان عزیز که کتاب اصول کافی در واقع چه جایگاه با این جایگاهی رو که داده وضعیتش چی هست. باب دومی که در اینجا هست، یعنی باب 63، عنوانش رو گذاشته که ان الارض لا تخلو من حجه. ان الارض لا تخلو من حجه، زمین از حجت خالی نخواهد موند. زمین از حجت خالی نخواهد موند. و متاسفانه آقای کلینی 20 سال زحمت کشیده، 13 روایت رو جمع‌آوری کرده در این باب. و از این 13 روایت فقط یک روایتش صحیح است. یک روایتش صحیح. بله واقعا اینه. باز همون حرفی رو که من در مورد باب قبلی زدم، در مورد این باب هم عرض میکنم. اگر این روایات صحیح باشد، دال بر بطلان مذهب شما هست. و اگر صحیح نیست، دال بر بطلان این ادعایتون هست. یکی از این دو حرف رو باید قبول بکنند، یا بطلان مذهب یا بطلان این ادعا و این باب.
در میان این باب روایاتی که هست در اینجا آورده میخواسته همین مطلب را اثبات بکنه که ان الارض لا تخلو من حجه، زمین از حجت در واقع باقی یعنی خالی نمیماند. در میان این 13 روایتی که در این باب وجود دارد عرض کردم که فقط یک روایت، اونم عرض خواهم کرد که معنیش چی از اون یک روایت رو، فقط یک روایت یعنی روایت پنجم این باب در واقع صحیح است. بقیه روایات 12 روایت دیگرش در واقع صحیح نیستن. غیر از این روایت اول و دومش رو هم حسن گفتن. روایت اول و دومش رو حسن، اول حسن هست دوم رو گفته حسن موثق، اینو در واقع حسن موثقون اینو گفته و بقیه روایتش تقسیم بر دو هستن، یعنی یک روایت صحیح، دو روایت دیگر حسن، میمونه 10 روایت دیگر، اونا رو تقسیم بر دو بکن، نصفشون ضعیف نصفشون مجهول، نصفشون ضعیف و نصفشون مجهول، یعنی روایت 4 و 6 و 9 و 12 و 13 ضعیف هستن، روایت 3 و 7 و 8 و 10 و 11 مجهول هستند. روایت 5 گفته صحیح، روایت اول و دوم هم گفته که در واقع حسن هستند. عرض کردم اگر این روایات صحیح باشند مذهب شیعه باطل هست، اگر نادرست باشند غیر معتبر هستند این حرف و این ادعا در واقع باطل هست و ما در مورد بطلان هر دوتاشون هیچ گونه شک و شبهی رو در واقع بنده ندارم و هر روز که بیشتر این کتاب را و کتابهای دیگر شیعه را مطالعه میکنم به این حقیقت و این در واقع اصل من بیشتر در واقع مطمئن میشم. با هم دیگر نگاه میکنیم که در این دو روایات حداقل روایاتی رو که صحیح و حسن هستند در این باب چی گفتند. روایاتی که صحیح و حسن هستند، روایاتی که مجهولند، روایاتی که ضعیف هستند اونها در واقع بماند. و جالب اینجا است که در مذهب شیعه بیشتر روایاتی رو که تضعیف میکنند به خاطر اینکه ضعف خیلی شدیدی رو دارن. در میان اهل سنت والجماعت احتمال داره که طرف چون که حافظش در واقع یک مقدار ضعیف بوده، حافظه اش در واقع تلقیش این مقدار ضعیف بوده، گفتند که این راوی چیکار هست، ضعیف است. اما بیشتر کسانی که در مذهب شیعه ضعیف هستند به خاطر انحرافات اعتقادی که داشتند چون که جزء غلات بودند در واقع گفتند که این روایت در واقع ضعیف است، یا اینکه بسیار ضعیف است و قابل جبران و قابل ترمیم در واقع نیستند. خب روایت اول میگوید که عدتون من اصحابنا، این عدتون من اصحابنا رو من بارها و بارها عرض کردم که از آقای ابوالقاسمی یا هر کسی دیگری که در واقع آشنایی داره با کتاباش این عدتون من اصحابنا رو از کلام کلینی برای ما تفسیر بکنند که در کجای کتاب کافی آقای کلینی یا در جای دیگری گفته باشه که منظور من از عدتون من اصحابنا از احمد ابن محمد یا از دیگران فلانی و فلانی و فلانی هستند، چون این چیزی از نظر علمی ثابت نیست، بنده که ندیدم. اگر واقعا هست اقوال حلی و بخیر رو من کار ندارم، اقوال آقای نجاشی و دیگران رو من کار ندارم، آقای کلینی در کتاب خودش یا در هر جای دیگری شما ثابت بکنید که گفته باشد هر جا که من گفتن عدتون من اصحابنا عن فلان منظور چه افرادی هستند که باید بررسی باشند. این گونه که آقای کلینی که خودش معتقد به تحریف قرآن بوده، از کسانی که قائل به تحریف قرآن بودند روایت میکنه، از انسانهای ضعیف روایت میکنه، از انسانهایی که غالی بودند فاسد المذهب بودند روایت میکنه، حرف آقای کلینی برای ما معتبر نیست که ارسال بکند، یعنی هر حدیثی را مرسلا برای ما نقل بکند که تعدادی گفتند و از ما هم در واقع انتظار داشته باشه که ما حرفش رو قبول بکنیم. من قبلا عرض کردم که از دیدگاه من خود این که یک روایتی در کتاب اصول یا فروع کافی باشد به محض این که در یک روایتی سندش علی ابن ابراهیم باشد یا ابراهیم ابن هاشم قمی باشد، یعنی دلیل بر بطلانش هست، دلیل بر بطلان این روایت است. کتاب اصول کافی برای من به اندازه سر سوزنیم ارزش ندارد. کلینی علی ابن ابراهیم قمی و پدرش و بقیه رواتش که قرآن ما را تحریف شده میدونند هیچ ارزشی برای قرآن در واقع قائل نیستند. کسانی که اومدن اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم را و در رأس همه خود رسول الله صلی الله علیه وسلم را و ناموسش را متهم قرار دادند، کسانی که اومدن غلو ایجاد کردند، افراط آوردند، بدعت آوردند، انحراف آوردند از مسیر اسلام، اینها به هیچ عنوان برای ما ارزش علمی ندارند، نه ارزش علمی دارند و نه
ارزش اخلاقی و هیچ گونه منزلتی رو نزد مسلمانان نخواهند داشت. اما آقایون که اومدن این افراد جز بزرگان مذهب خودشون در واقع قبول کردن، ما مجبور هستیم که برای اونها در واقع این روایات رو بررسی سندی بکنیم و محتوایشون رو برای بینندگان عزیز ما بیان بکنیم. میگوید عدتان من اصحابنا، این هم از احمد ابن محمد ابن عیسی، از محمد ابن ابی عمر، از حسین ابن ابی العلا، اینو نهایتا نقل کرده از ابی عبدالله. تکون الارض لیس فیها امام، سوال کرده از امام ابو عبدالله آیا زمین این گونه خواهد ماند؟ تکون الارض لیس فیها امام، زمین خواهد ماند، این گونه خواهد بود که در زمین امامی نباشد؟ قال لا، ایشون فرمودند که نه. قلت یکون و امامان، دو تا امام میشه در یک زمان باشد؟ قال لا، نمیشه دو تا امام در یک زمان باشد، الا و احدهما صامتون، یکی از این دو تا باید لال باشه. اگر دو امام در یک زمان باشه، یکیشون باید صامت باشه. صامت یعنی خاموش، روشن نباشه، حرف نزنه، باید در واقع ساکت باشه و اجازه حرف زدن را نداره. خب این یکی از روایاتی هست که بهترین روایت هست و بنابراین که در خود کتاب اصول کافی در مقدمش آوردند که معمولا اولین روایت صحیح ترین روایت هست، که آقای مدرسی گفته که این روایت روایت حسنی هست. در این روایت حسن آمده که امام زمین بدون امام نخواهد بود، حتما باید امامی در روی زمین باشد. سوال شده که آیا دو امام در یک زمان خواهند بود؟ گفته نه، به هیچ عنوان دو تا امام در یک زمان در واقع دو خدا و امکان پذیر نیست، با هم دیگه دعوا میکنن، مگر اینکه یکیشون کوتاه بیاد و ساکت باشه، مگر این که یکیشون کوتاه بیاد و در واقع ساکت باشه. این در واقع متضاد هست با آیات قرآن، با فلسفه ارسال رسول و انبیا، و حتی متضاد هست با خود اقوال و سیره و روش اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. متاسفانه کسانی که این روایات را جعل کردند نه با اسلام ارتباطی داشتند و نه قرآن را در واقع شاید یک بار در عمر خودشون هم نخونده باشند. در اینجا ادعا شده در این روایت حسن که دو تا امام یک جا نخواهند بود در یک زمان، مگر این که یکیشون باید ساکت باشه. اما زمانی که در قرآن کریم وقتی ما نگاه میکنیم، میبینیم که آیات قرآن کریم کاملا متضاد با این در واقع روایت هستن. در این روایت اومده که زمین به هیچ عنوان در هیچ زمانی بدون امام باقی نخواهد ماند. غیر از این روایت دیگری هم در این باب که هست که همین مطلب رو میرسونند که اگر زمین بدون امام باشد اصلا خصف میشود، اصلا در زمین فرو میرود و نظام زندگی در واقع به هم میخورد. اما در قرآن کریم صراحتا الله در سوره مائده آیه 19 میفرماید که قد جاءکم رسولنا یبین لکم، قد جاءکم رسولنا، خطاب هست به در واقع تمامی مسلمانان مخاطبان قرآن که رسول ما پیش شما اومده، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم، سیدنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. قد جاءکم رسولنا یبین لکم، اومده که برای شما بیان بکند احکام الهی را، پیام الهی را به شما برساند. علی فترت من الرسل، على فتره من الرسل، بعد از انقطاع پیامبران، یعنی یک مرحله بعد از حضرت عیسی علیه السلام تا رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبری وجود نداشته، امامی وجود نداشته، حجتی وجود نداشته. اگر وجود داشته بیایید برای ما معرفی بکنید. قرآن صراحتا میفرماید که ما پیامبر خودمان را فرستادیم بعد از انقطاع رسول، یعنی رسولی در واقع باقی نمونده، نه رسولی بوده، نه امامی بوده، نه نبی بوده و نه جانشینی بوده که از جانب پیامبران گذشته در واقع تعیین شده باشد. این آیه تضاد صریح دارد در واقع با این روایت، یا اینکه بگیم که این روایت دروغین تضاد دارد با آیه قرآن در واقع، و این آیه قرآن این روایت را کلا از بین میبرد. نه تنها این روایت، در ادامه این روایت میگوید که الا واحدهما صامتون، بالفرض اگر دو تا امام باشند یکیشون باید ساکت باشه، اجازه حرف زدن رو نداره. این مخالف با قرآن و مخالف با سیره اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. در قرآن کریم در سوره انبیا آیه 78 به بعد الله متعال داستان سلیمان و داود رو برای ما بیان کرده.
داستان سلیمان و داود را الله متعال در قرآن کریم برای ما بیان کرده و داود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث، که زمانی که داود و سلیمان در ماره اون جریان مزرعه و اون کشتزار در واقع حکم می کردند که یک گوسفندان در واقع وارد اون مزرعه شده بودند، در اینجا الله متعال این جریان را کاملا برای ما در واقع بیان کرده اذ نفشت فیه غنم الخط و قنم القوم و کننا لحکمهم شاهدین ففهمناها سلیمان. هم سلیمان نظر داد و هم داود نظر داد، هر دو تا پیامبر بودن در زمان خودشون، اما سلیمان به خاطر اینکه حرمت جایگاه داود در واقع ساکت نشد بلکه حرف زد و حرفش رو الله متعال همین رو تصدیق کرد که قضاوت حضرت سلیمان علیه السلام در واقع درست اومد. اینو فکر نمی کنم هیچ انسان عاقلی اینو در واقع رد بکنه. غیر از این در سوره در واقع یاسین آیه 13 به بعد در واقع الله متعال داستان اون شهری رو در واقع برای ما بیان میکنه، واضرب لهم مثلا اصحاب القریه، که اون شهری رو که الله متعال برای اونها رسولان زیادی رو فرستاد، پشت سر رسولانی رو فرستاد، اذ جاء المرسلون، زمانی که مرسلون در واقع پیامبران الهی در اونجا رفتن، اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما، ما دو نفر رو فرستادیم و اونها تکذیبشون کردن، دو نفر پیامبر رو همزمان ما فرستادیم اونها تکذیبشون کردن، فعززنا بثالثین، ما نفر سوم را فرستادیم، فقالوا انا الیکم مرسلون، فقالوا صیغه جمع هست، یعنی سه نفر بودن، همهشون گفتند که ما فرستاده شدیم نزد شما. این گونه نبوده که دو تا دیگه باید ساکت باشن فقط یکی باید حرف بزنه، نه، همهشون در واقع حرف می‌زدند و این وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و ابلاغ رسالت الهی وظیفه تمام علما و تمام انبیا بوده، ولو اینکه چندین عالم در یک زمان باشن، چندین پیامبر و رسول در یک زمان باشن، چندین امام در واقع در یک زمان باشن. حضرت موسی و هارون را در سوره طه الله متعال صراحتن در آیه 43 به بعدش جریان اونها رو کاملا یعنی برای ما معرفی کرده، اذهبا الى فرعون این طغى، بروید نزد فرعون که در آخر طغیان کرده، فقولا له قولا لینا، هر دو تا شما برید بگید، فقولا له، شما هر دو نفرتون برید، هر دو نفر رفتند و در واقع دعوت دادند، قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، و در ادامه میفرماید که فاتیاه فقولا، بروید شما نزد فرعون و به اون بگویید که انا رسولا ربک، شما هر دو نفر بروید و بگویید که ما پیامبران، ما دو پیامبر و دو فرستاده الهی هستیم که برای تو در واقع الله متعال ما رو مبعوث کرده. در اینجا نگفته که هارون تو ساکت باش حرف نزن، بذار که موسی حرف میزند، یا چون که داوود وجود دارد سلیمان در واقع ساکت باشد، یا پیامبرانی رو که در اصحاب القریه رفته بودن در اونجا یکی صحبت بکنه دیگران ساکت باشند. این مبنا که دو تا امام اگر باشند یکی ساکت باشد، این کاملا تضاد دارد با یعنی هدف و فلسفه بعثت انبیا. و حتی یکی از روایات در واقع معتبری رو نزدش یکی از اون استدلال میکنند، روایت اول باب 183 هست که در واقع نقل کردیم، که ما در این روایت رو قبلا خدمت بینندگان عزیز به صورت مفصل بیان کردیم، جریان که معروف است به حدیث خضر، زمانی که حضرت علی رضی الله تعالی عنه، دوستان اگر اینو نمایش بدن، این روایت هست، روایت اول باب 183 که ما قبلا اینو یعنی بررسی کردیم، باب ما جاء فی الاثناشر و النسی علیهم، این روایت هست که در این روایت این گونه اومده که اقبل امیر المؤمنین و معه الحسن ابن علی و هو متکن علی ید سلمان فدخل المسجد الحرام، ایشون رفتن امام حسن و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه رفتن وارد مسجد الحرام بودن، سلمان هم امراشون بود، و در اونجا وقتی که سائلی اومد در اونجا حضرت علی رضی الله تعالی عنه گفت که به حسن گفت که حسن بلند بشو و اینو جواب بده، خود حضرت علی رضی الله تعالی جوابش نداد بلکه حسن در اونجا جواب داد، که صراحتن در روایت اومده که وقتی که این روایت رو بیان کرد، در اینجا در صفحه بعدی از دوستان نمایش بدن، وقتی که این سه تا سوال رو مطرح کرد، من این در واقع این سوالات رو کاملا بررسی کردیم که واقعا مضحکه است این سوال ها. فلتفت امیر المؤمنین، امیر المؤمنین علیه السلام متوجه شد، رو گرد به طرف حسن، فقال یا ابا محمد اجبه، ای ابو محمد تو جوابش بده،
یعنی این که امام حسن رضی الله تعالی عنه در زمان امامت پدرش در واقع ساکت نبوده. پس بنابراین اصل این مطلب که دوتا امام نمیشوند، با هم جمع نمیشوند و حتما یکیشون باید ساکت باشه، این در واقع یک نوع دروغی هست و هیچ گونه در واقع صحتی رو نداره. الان این روایت اول هست که روایت حسنی هست. روایت دوم که باز علی ابن ابراهیم هست، عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن منصور ابن یوسف و سعدان ابن مسلم عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله دوستان نمایش بدن. این روایت دومی رو هم در این روایت دوم عرض کردم، در روایتی که در اونجا علی ابن ابراهیم باشد و از پدرش اینو نقل کرده باشد، این برای ما پشیزی هم ارزش ندارد. منتها ببینیم بالفرض که شما گفتید که حسن موثق، این روایت حسن موثق است، ببینیم که این روایت چی میگه. میگوید که قال ابو عبدالله عمار، میگوید ان ابي عبد الله قال سمعته يقول، امام ابو عبدالله جعفر صادق میفرمودند که ان الارض لا تخلو الا وفيها امام. من عرض کردم آیه قرآن را آوردم که قبل از رسول الله صلی الله علیه و سلم سالیان زیادی، شاید هم صدها سال، نه امامی بوده و نه پیامبری بوده، نه جانشین امام و پیامبری بوده. کی ما؟ خب این امام چرا باشه؟ زمین بدون امام نمی شود. به چه دلیل؟ یقول ان الارض لا تخلو الا وفيها امام، زمین بدون امام باقی نمی ماند. خب فلسفه وجود امام چی هست؟ کی ما ان زاد المؤمنون شیئا ردهم، بدین خاطر که اگر مؤمنان یک چیزی را در دین اضافه بکنند، ردهم، اونها را باز می‌دارد، جلوگیری می‌کند. و این نقصو شیئاً اتمه لهم، اگر مسلمانان مؤمنان از دین یک چیزی را کم بکنند، امام چیکار می‌کند؟ کامل می‌کند. خب اولا این روایت باطلی هست. علی ابن ابراهیم روایتش کرده و از پدرش روایتش کرده و اونم ابن ابی عمر و بقیه راویانی که در واقع مشکل دارند. بلفرض این که اگر مشکل هم نداشته باشند، خب بیایید روی صحت روایت بیستید. این روایت میگوید که امام باید در دنیا وجود داشته باشد. چرا وجود داشته باشد؟ اگر مؤمنان یک چیزی رو در دین اضافه کردند، امام چه کار میکند؟ جلوگیری میکند، نمیگذارد که چیزی رو، بدعتی رو در دین ایجاد بکنند. اگر یک چیزی رو از دین در واقع کم کردند، امام نمیگذارد کم بکنند، اون دین رو در واقع کامل میکنند. الان بیاین با این فلسفه، با این حدیث معیار بیاین بسنجیم مذهب شیعه رو. فرقه های شیعه مون گونه قبلا عرض کردم، بعد از هر امامی چندین فرقه به وجود آمدند و هر فرقه برای خودشون یک امام داشتند، برای خودشون یک مهدی داشتند. و جالب این است که در مذهب شیعه به اندازه خرافات وجود دارد که در هیچ مذهبی در طول تاریخ وجود نداشته. خود شیعیان امروزه در واقع این اعتراف را کردند که مفوضه اومدند از آن را در واقع تغییر دادند. خود در واقع شیخ صدوق هست که میگوید که والمفوضة لعنهم الله زادوا في الأذان، مفوضه که خدا لعنتشون بکنه اذان اضافه کردن، اشهد ان علی ولی الله اینو در اذان اضافه کردن. خطابیه ابن الخطاب اومد و نماز شیعه رو تغییر داد، اینو تغییر داد، وقتش رو تغییر داد، اومد وقتی که در واقع هوا تاریک باشد و ستارگان در واقع بیرون بیاند و ظاهر بشن، در اون وقت نماز میخونن. خب اینا تغییراتی هست که در دین شیعه در واقع ایجاد شده. بعد از هر امامی فرقه های انحرافی شیعه به وجود آمد، مهدی های زیادی در میان شیعه به وجود آمد و ائمه دروغین زیادی بعد از هر امامی در واقع به وجود آمد، بدعت های زیادی رو در دین ایجاد کردند، تا امروز هم ایجاد میکنند. هر روزی در مذهب شیعه با روز قبلش متفاوت است. یک مراسمی رو، یکی نمیدونم یاد بودی رو، یک بزرگداشتی رو، یا یک مسئله جدیدی رو در واقع به عنوان دین و به عنوان شعار دینی در واقع اضافه میکنن. خب سوال ما این هست که این امام که وظیفهش این است که در واقع بیاد جلوگیری بکند از نقصان دین، تا کنون این امام چه نقشی رو داشته؟ کدام بدعت را که شیعیان به وجود آوردند یا مؤمنان به وجود آمدند، امام اومد دست مردم را گرفت، آقا شما حق ندارید که در اینجا بدعتی را ایجاد بکنید. در کجا مردم اومدن دین را ناقص کردند و امام حرفی زد که آقا این حکم شرعی هست، این بر این باید عمل بکنید. در کجا مردم اومدند یک بدعتی را ایجاد کردند و امام زمان شما اومد در واقع یک حکم الهی را در اینجا ثابت کرد و نگذاشت که مردم جلا در واقع مبتلای بدعت گذاری باشند؟ بلکه برعکس است، به خاطر وجود این ادعا
افراد زیادی اومدند، نیابت را در واقع تأسیس کردند و بعد از هر امام، بعد از هر نائبی، نائب دیگری به وجود آمد، احکامی را به وجود آوردند، سهم امام دارند میگیرند، خمس دارند میگیرند، متعه را دارند رواج میدند و هزاران حکم دیگری که مخالف با شیوه و روش اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. نه تنها وجودش حجت نبوده، بلکه غیبتش سبب تفرقه بین مردم شده. یعنی بیش از 20 فرقه میگن که بعد از غیبت امام زمان به وجود آمده در بین شیعه. قطعا هست. یعنی این فرقه هایی که یعنی بقیه مسائل رو، اذان رو تغییر دادن، نمازها رو تغییر دادن. یعنی حضرت علی رضی الله تعالی عنه در نهج البلاغه میگه که شما نماز رو 5 وقت بخونید، چیان امروز 3 وقت میخونن. میگه نماز رو اول وقت بخونید به محض اینکه قرص خورشید در واقع غروب بکند، شیعیان اینو میگذارن تا تاریکی میخونن. اذانی که زمان حضرت علی بوده امروزه نیست، تغییرش دادن و بسیاری از مسائل دیگر. این امام زمان شما کجا بوده که بیاد جلوی این انحرافات رو در واقع بگیرن؟ پس بنابراین یا این حدیث غلط اشتباه از بیخ و بنش که حرفی نیست، این ادعای آقای کلینی یک ادعای باطل و بیاساسی هست. اگر روایت صحیح هست، یک موردی رو شما معرفی بکنید که این امام اومده باشه وظیفه خودش رو در واقع انجام داده باشه. امامی که جلوگیری نمی کند امام نیست، امامی که از بدعت ها و خرافات جلوگیری نکند امام نیست. این روایت داره میگه امام فلسفه وجودش این است که اگر در دین چیزی رو اضافه بکنند یا کم بکنند، دین امام میاد نه ایفا نقش در واقع ایفا میکند و جلوگیری میکند. امامی که جلوگیری نکند از بدعات، از کمی کاستی و زیادتی در دین، پس بنابراین امام نیست، یا اینکه اصلا خودش نیست، یا امام نیست یا خودش نیست. اگر امام هست باید بیاد وظیفه خودش انجام بده، این بدعت ها رو از بین بردارد. و اگر این که امام نیست، یعنی که در واقع خودش اصلا وجودی در واقع ندارد که بیاد و چنین کاری رو برای مردم در واقع انجام بده. همون گونه که عرض کردم، یا این روایات صحیح نیستند، معتبر نیستند، از بیخوبون اینا، این ساخته و پرداخته این دشمنان اسلام هستند، راویان دروغینی و غالیانی بودند که میخواستند که دین رو خراب بکنند، یا این روایات باطلند، خب این مطلب باطل است، یا اینکه این روایات صحیح هست، شما حداقل بیاید یک موردی رو برای ما در واقع معرفی بکنید که امام اومده باشه و یک از یک بدعتی جلوگیری کرده باشه، یا اینکه یک نقصی رو که در دین به وجود آمده اون رو در واقع از میان برداشته باشه، یا به درد حداقل دیر و دنیای مردم خورده باشه. چون واقعا وقتی که آدم میبینه این امام زمانی که ادعا میکنن، این همه یا مهدی ادرکنی و امام زمان و ادعا، نه به درد دین مردم خورده، نه به درد دنیای مردم، بلکه هم دین مردم رو خراب کرده، هم دنیای مردم خراب کرده. دین مردم جناب استاد وقتی قرآن اصلی رو میگن با خودش برداشته برده، و امروز مسلمان ها دارن قرآن تحریف شده و قرآنی که طبق اعتقاد اینا در اون نقص است و زیادات هست، این قرآن رو دارن میخورن. پس دین مردم رو خراب کرد. به درد دنیا هم که نخورده امروز، نه به درد مستضعفین ایران خورد، نه به درد مستضعفین عراق خورد، نه به درد فلسطین و بقیه کشورها اسلام. بله واقعا این گونه است. هیچ اصلی از اصول دین را امام زمان یعنی محمد ابن حسن عسکری برای مردم تبیین نکرده و در هیچ حکم شرعی ایشون حجت را بر مردم قائم نکرده، در هیچ موردی جلوی بدعت‌گذاری رو نگرفته، در هیچ موردی ایشان جلوی کاستی های در دین رو نگرفته، بلکه همچنان داره در دین کاستی به وجود میاد، مردم اضافه میکنن، شاعری رو بر دین در واقع اضافه میکنن و نمونه هایی رو من خدمت شما و بینندگان عزیز من عرض کردم که به تصریح علمای شیعه اومدن و در واقع غالیان در دین شیعه ایجاد کردن، اما امام زمان در واقع یا اینکه اصلا نیست، امام زمانی نیست، یا هست بر وظیفه خودش در واقع عمل نمیکند، یا اینکه نمیدونم دیگه چی احتمالی رو باید بدیم، یا اینکه توانایی ندارن. به هر صورت یک اشکالی در این کار وجود داره، یا اینکه این روایات باطل هست، به دروغ اینها رو به خورد شیعه دادن، یا اینکه اصلا امامی وجود ندارد که این کار رو انجام بدهد، یا اینکه وجود دارد و توانایی ندارد. یکی از این گزینه‌ها رو باید علمای شیعه با این روایتشون باید قبول بکنن. خب این روایت اول و روایت دوم بود که بهترین روایات این باب هستن، بهترین روایات این باب هستند، غیر از این که 10 روایتی که عرض کردم که نصفشون مجهول و نصفشون در واقع ضعیف بود. میریم روی روایت پنجم، روی روایت پنجم که در واقع آقای مجلسی گفته که این روایت پنجم صحیح است. بازم من عرض میکنم اگر این روایت صحیح باشد، یعنی این که مذهب شیعه باطل هست، و اگر روایت باطل هست، این حرفتون باطل هست.
یکی از این دو گزینه رو باید شما انتخاب بکنید. ببینیم در این روایت برگزیده باب و در با روایت صحیح چی میگوید. همون علی ابن ابراهیم قمی هست. برای من که ارزشی رو نداره، اما شاید برای بعضی ارزشی رو داشته باشه. مطلبش رو برای مردم من میخونم، شاید که این در واقع حقیقت برای بینندگان عزیز واضح باشه. اینم از یونس هست و ابن مسکان هست که ما اینها رو کاملا مشخص کردیم. و جالب این است که نظمون ابو بصیر خودمون هست. عجب. همون ابو بصیر خود، و شاید بینندگان عزیز یادشون رفته باشه من این ابو بصیر رو قبل از هر چیزی مطالبی رو که در موردش هست یک چند مورد خدمت بینندگان عزیز من ابو بصیر کس یکی از راویان مشهور شیعه است که ایشون سگهای ولگرد خیلی علاقه ویژه به ایشون داشتن جناب استاد. بله، این ابو بصیر یعنی چشمش در واقع نمیدیده و کور بوده، و جالب است که اینا در چندین مورد این آقا اومده و توهین کرده به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ایشون در واقع امام زمان خودش را یک انسان یعنی هم بی علم معرفی کرده و هم دنیا پرست، بی علم و دنیا پرست معرفی کرده و این روایت رو. خب و جالب این است که ایشون خودشون رو جنوب میکرده و میرفته در محضر امام ابو عبدالله تا اینکه امتحان بکنه ببینه که ایشون امام درستی هستند یا امام درستی نیستند. و جالب هست که این روایت همه در کتاب کشی، در کتاب رجال کشی در اینجا وجود داره. من خدمت بینندگان اینو میخونم. دوستان اگر نمایش بدن، روایت در ابو بصیر لیث ابن البختری المرادی هست و شخصیت 68 هست. با این سند روایتی رو در اینجا آورده و فینا ابو بصیر المرادی. ابو بصیر المرادی در جمع ما بود. قال قلت له یا ابا بصیر اتق الله، ابو بصیر از خدا بترس و برو حج بکن با مال خودت. فانک ذو مال کثیر، تو مال زیاد داری. فقال اسکت فلو ان الدنيا وقعت لصاحبك لاشتمل عليها بكسائه، اگر دنیا دست صاحبت یعنی امامت بیفته همه رو زیر عبای خودش جمع میکنه. یعنی تشبیه داده به آخوندای این زمان. و روایت دیگری که در اینجا هست، روایت بعدی کرد کردم که در حالت جنابت، البته این روایت مفصل هست در کتاب دیگر هم به صورت کلی اومده. ان رجل ان بکیر قال لقیت ابا بصیر المرادی، من ابو بصیر مرادی رو دیدم. قلت این تورید، میخوای کجا بری؟ قال اريد مولاک، میخوام برم پیش مولای تو یعنی امام. فقلت انا اتبعك، من هم میام دنبالت. فمضى معي فدخلنا، همراه من اومد و در واقع ما رفتیم، رفتیم پیش امام. فدخلنا علیه و احد النظر الیه، وقتی که رفتیم پیش امام خودمون دیدیم که امام خیلی با یعنی تندی نگاه میکنه به ابو بصیر، یعنی خیره شده به امام و با نگاه تندی در آخر بهشون نگاه میکنه. و احد النظر الیه فقال هکذا تدخل بیوت الانبیا و انت جنوب، یعنی این راش اینه که تو در حالتی که جناب هستی اومدی خونه انبیای الهی. تدخل بیوت الانبیا، این گونه اومده. و جالب اینجا هست که در واقع این میگه که در اینجا اعوذ بالله من غضب الله و غضبک، من پناه میبرم. و در چند مورد این اتفاق افتاده و علتش میگن که این بوده که آقا میخواسته که امتحان بکنه که امام ابو عبدالله در واقع امام هستن، علم غیب دارن یا اینکه علم غیب رو در واقع ندارن. ایشون در مورد دیگر امام موسی کاظم را گفتند که علمشون کامل نیست، علمشون یا حکمشون در واقع کامل نیست. این روایت بعدی هست در اینجا. فدخلت على ابي الحسن فقلت له امراه تزوجت ولها زوج، یک زنی که در واقع ازدواج کرده، یک مردی اومده باش زنا کرده، حکمش چی است؟ میگه که حکمش این است که باید رجم بشود. قال ترجم المراه ولا شيء على الرجل، زن باید رجم بشه اما بر مرد هیچ چیزی در اینجا لازم نیست، یعنی گناهی مرد در واقع نداره. فلقیت ابو بصیر، راوی میگه که من ابو بصیر رو دیدم و سوالش کردم که این مثلا این گونه هست که من از ابوالحسن یعنی امام موسی کاظم من سوال کردم، این جواب رو به من داده و ایشون فرمودند که زن باید رنج بشه اما بر مرد گناهی نیست. قبلا آقای ابو بصیر روایت کرده بود از امام ابو عبدالله که زن رو باید رنج بکنند و مرد رو باید زد ضربه شلاق بزنند. الان موسی کاظم برعکس گفته که مرد هیچ گونه شلاقی بر اون نیست. قال فمسح على صدره، ابو بصیر سینه خودش دستی بر سینه خودش کشید و قال ما اظن صاحبنا تناها حکمه بعد، که علمش در این روایت اومده حکمش، یا در روایت بعدی اومده که علمش، به نظر من علم این صاحب ما هنوز کامل نشده، یعنی امام ما در واقع هنوز علمش کامل نشده. و این روایت بعدی هست، من نمیخونم فقط نمایش میدم، که از اون صاحبنا ما تکامل علمه، من فکر میکنم که این امام ما هنوز علمش در واقع کامل نشده. اما روایتی که سگهای در واقع ایشون مورد عنایت قرار میدادن، روایت از حماد ناب هست. جلس ابو بصیر على باب ابي عبد الله، ابو بصیر نشسته بود در خونه ابو عبدالله، لیطلب الاذن، که اجازه
بخواهد و فلم يؤذن له بهش اجازه داده نشد فقال لو كان معنا طبق لاذن از این بی‌حرمتی به امام یعنی چی؟ رفته خونه امام ابو عبدالله امام جعفر صادق دم در نشسته بهش اجازه ندادن میگه اگر با دست پر می اومدم امام منو رد نمی کرد با یک کاسه غذا می اومدن امام به من اجازه ورود میداد این واقعا این همون حرفی که قبلا همینو تکرار کرده بود قال فجاء كلب فشغر في وجه ابي بصير یک سگی اومد و روی صورت ابو بصیر ادرار کرد قال اوف اوف ما هذا آه این چی بود که روی صورتم ریخت فقال جلیس هذا كلب شغر في وجهك یعنی این هم عذابی هست و که از جانب الله متعال به خاطر بی حرمتی به امام در واقع الله متعال نصیب ایشون کرده در چندین مورد همین در اتفاق افتاده این روایت پنجم که بهترین روایت هست از روایت همین آقای ابو بصیر هست خب بریم روی اصل مطلب که در این روایت چی اومده قال که ان احدهما یکی از اون دوتا معلوم نیست که اون دوتا یکی کی باشه امام باقر یا امام ابو عبدالله قال ان الله لم يدع الارض بغير عالم الله متعال زمین را بدون عالم رها نکرده ولولا ذلك اگر این گونه نبود یعنی اگر دنیا بدون عالم باقی میماند لم يعرف الحق من الباطل حق از باطل شناخته شده نمیشد الله متعال زمین را بدون عالم در واقع نگذاشته اگر این گونه میشد یعنی اگر دنیا بدون عالم باقی میماند حق از باطل در واقع شناخته نمیشد الان اولا که در این روایت اومده که به غیر عالمین اگر دنیا به غیر عالم بمانه خب عالم که خیلی زیاد داریم امروز هم صدها مجتهد و نمیدونم آیت الله عظما و صغرا و حجت الاسلام و ثقت الاسلام و خیلی وجود داره اگر بس عالم هست که عالم وجود داره نیازی به امام نیست لیستشون هم تو شبکه ولایت هست همه میشناسن ظاهر شدن روی در واقع تلویزیون و ماهواره همه میشناسن اگر منظور از عالم اینا هستند که خوب هستند و شاید هم اینا باشند که امروز دنیا در واقع از بین نمی رود اما اگر مراد از عالم امام باشد اونگونه که ایشون میخواد القا بکنه که مشخص نیست که عالم باشد یا امام باشد اگر منظور علما هستند که خب علما امروزه در واقع وجود دارند و الحمدلله وجود داشتند یعنی علمای اهل سنت و الجماعت و کسانی که منهجشون درست بوده بر قرآن و حدیث در واقع عمل میکردند محدثین مفسرین فقها و بقیه اتفاق الحمدلله در طول تاریخ بودند و هیچ زمانی حق بر مردم مبهم و پوشیده نبوده حتما یک گروه صادق و راستگوی بودند که حق را برای مردم در واقع بیان میکردند خب در اینجا اومده که امامی باید باشد که برای مردم معرفی بکند حق را از باطل برای مردم در واقع مشخص بکند الان سوال ما این است که امام زمان شما امام زمان کدام حق را از باطل اومده مشخص کرده حتی از کسانی که اومدن حق ادعا کردن درمون حقی که حق خود امام زمان هست اون فرقه های شیعی که بعد از امام 11 شیعه حسن عسکری اومدند و ادعای مهدویت کردند ادعای امامت کردند امام شیعه امام زمان شما نیومده که حتی این باطل رو در واقع از بین ببرد حتی این باطل رو هم از بین نبرده حتی از حق شخصی خودش و امامت منسوسه خودش هم دفاع نکرده در طول تاریخ مهدی های خیلی زیادی اومدند و ادعا کردند ادعای امامت کردند اما ایشون در هیچ جا نیومده که این حق رو برای مردم در واقع بیان بکنه این مورد رو اگر بخوایم مثالی بدیم که مانند این است که به طور مثال در یک مدرسه یک معلمی باید باشه اگر معلم نباشه کسی نیست که مشکلات طلاب رو حل بکنه دانش آموزا دانشجوها نمیتونند که کتاب رو خودشون بخونند حتما باید یک معلمی باشه که تدریس بکنه تا اینکه حق از باطل در واقع مشخص بشه الان فرقش چی هست که در یک مدرسه یک معلمی رو مشخص بکنند که آقا شما معلم فلان کلاس هستی در این مدرسه یا مشخص بکنند یا اینکه اصلا به صورت کلی مشخص نکنند اگر مشخص بکنند و این امام و این در واقع معلم غایب باشه چه تفاوتی داره با این که اصلا مشخص نکنند
امامی رو که مشخص کردند که حق رو از باطل برای مردم مشخص بکنه، بعد از یعنی 1200-1300 سال تا حالا یک حقی رو احقاق نکرده و هیچ باطلی رو ابطال نکرده، ما چه انتظاری از این داشته باشیم؟ دقیقاً مثل که خالی کرده، خودش هم بیچاره خالی نکرده، کاش که خودش هم یک چیزی بهش میرسید. این بقیه کسانی هستند که در واقع سودجویی میکنند و به نام ایشون اومدن اموال مردم را در واقع غارت میکنند. پس بنابراین وجود امامی که بر وظیفه‌اش عمل نکنه، از سر کلاس درس نرود، با عدم وجودش هیچ گونه تفاوتی در این زمینه وجود نداره و عملا شیعه هم امروزه این گونه هست، یعنی کاملا بلا تکلیف موندن. امامشون که باید حق و از باطل مشخص بکنه، متاسفانه چنین کاری رو انجام نداده. فرقه های زیادی از شیعه به وجود آمدند، خرافات زیادی، بدعت های زیادی در مذهب شیعه به وجود آمده، حتی خود مراجع اختلافات خیلی شدیدی رو دارن و خود اخباری ها و نمیدونم اصولی ها و بقیه فرقه های شیعه همدیگر رو تکفیر میکنن، اما این امام زمان به هیچ عنوان نیومده که حقی رو از باطلی برای مردم در واقع مشخص بکنن. عرض کردم که اگر این روایات باطلن، خب این ادعا باطل هست، و اگر این روایات صحیحن، دلالت بر بطلان مذهب شیعه و بطلان امامت میکند. جزاکم الله خیر، تشکر میکنم از جناب مولانا. با هم میان برنامه کوتاه میبینیم و دوباره برمیگردیم خدمت شما عزیزان، با ما همراه باشید. جزاکم الله خیر. بربي مليكي فؤادي اتصل، فذاق الأمان وحاز الأمل، حياتي أضاءت وقلبي سما، طريقي تجلى ونورك تمل. بربي مليكي فؤادي اتصل، فذاق الأمان وحاز الأمل، حياتي أضاءت وقلبي سما، طريقي تجلى ونورك تمل. جلال الحياة وعطر النقاء، وقلب يناغم حسن الجزاء. جلال الحياة لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. ما شاء الله، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان عليا عبد الله. الله اكبر، الله اكبر، حياتي اضاءت وقلبي سما، طريقي تجلى ونورك تمل. بله بینندگان عزیز گرامی، در خدمت شما عزیزان هستیم با نیم ساعت آخر برنامه که اختصاص دادیم به تماس های شما عزیزان. کارگردان محترم برنامه شماره تلفن رو زیرنویس خواهند کرد و سوال ما از شما عزیزان این است که امروز که امام زمان
این امامی که حجت است، حجت ابن الحسن العسکری، در غیبت حضور دارن، البته از 1200 سال تقریبا به این طرف، چه سودی داشتن برای دین و دنیای شیعیان و عموم مسلمان ها؟ شماره تلفن های برنامه زیرنویس میشه و عزیزانمون در رابطه با این موضوع صحبت بکنن که موضوع برنامه هست و قضیه حجت ابن الحسن العسکری. و ما ترجیح میدیم که اگر که از علمای شیعه، از حجج اسلام و آیات اعظم، کسایی که دوست دارن از این شبهی که وجود داره در ذهن هر انسانی که انسان عاقل باشه، اگر دوست دارن تماس بگیرن و خودشون رو معرفی کنن، انشاءالله وقت بیشتری هم به اونها اختصاص خواهیم داد. شماره تلفن های برنامه رو احمد جان زیرنویس کردن و من تا این صفحه تماس ها رو باز بکنم. برای سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیزمون از تاجیکستان، بفرمایید. بفرمایید برادر. پیام بر شما. سلامت باشید. شما خوب هستید؟ حالا شما خوب است؟ زنده باشید برادر گرامی. در مورد موضوع برنامه اگر صحبتی دارید بفرمایید. خوبی شما هستیم. بله برادر عزیز. ما هم وقت میخواییم که شما برنامه های جالب و دقیق خود رو پیشنهاد کنید و ما از برنامه های شما استفاده کنیم. سلامت باشید. تشنه انتظار های من همین بایده شما هستم. سلامت باشید برادر بزرگوار. الله مطالب ستون کنه. بندر مگر شناختید بانم همرو دینای هستم. بفرمایید برادر گرامی. من اوید یک مسئله اوید بیرون از موضوع شما صحبت کردنی هستم، اگر شما شماره ما از خودنی ببینید بعد از عموما موضوع صحبت کنید. درست. انشالله شما سعی کنید که ایمیل برامون بره فرستید به ایمیل لایف ات وصال فاد.تی‌وی. شروعی کنید از بازین هست بود نمار جونی من تحدیل کرد و زندگی من و فرزندانی من و من یک حالت که بغوی من مغالی رستاندم این رو بزرز خلوان دیگر کس نمیدونم. درست. تشکر از شما برادر عزیز. اللهی مطالب ستون کنه. شما رو من رو فراموش مکنید که ایش خواهی در صحبت بگوشه. انشاءالله. انشاءالله. احمد جان شماره ایشون رو یاد داشت بکن. تشکر از شما. خدا نگهدار. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای استاد انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من محمد از مشهدم، یا همون آخوندی که شما میگین. بفرمایید آقا محمد. استاد الان آقای استاد عبدالقدوس گفتن که امام زمان چرا جلو گمراهی ها رو نمیگیره، آیا زکریای پیغمبر که در میان علمای یهود بود تونست جلوی ظلم و ستم و رباخاری علمای یهود رو بگیره، یا باید مثل امام حسین و اینها کشته بشن؟ فایده ای نداره. آقا محمد بزرگوار، آقا محمد بزرگوار، آقا محمد بزرگوار، ما داریم از حجت صحبت میکنیم، ما داریم از حجت صحبت میکنیم. بعد از زکریا پیامبران دیگری آمدن که دعوت آشکار کردن، مردم رو به راه راست هدایت کردن، اما الان امام دوازدهم شما آخرین امام است و بعد از اون دیگه امامی نیست. الان در 1200 سال گذشته این امام غائب که حجت خدا بر زمین هست، به نظر جناب شما چه سودی برای دین مردم داشته و چه سودی برای دنیای مردم داشته؟ بفرمایید. سودش برای الان نیستش، چون ایشون مثل حضرت موسی که 30 سال صبر کرد تا وقتی که خدا اونو مبعوث کرد و بنی اسرائیل نجات داد، ایشون رو خدا ذخیره کرده، بقیت الله شده برای وقتی که آخر زمان بیاد. جهان آقا محمد، آقا محمد، آقا محمد، آقا محمد، آقا محمد، آقا محمد، موسی علیه السلام رفت، هارون رو به جای خودش پیامبر الهی گذاشت، یعنی بنی اسرائیل از حجت خالی نبود.
حجت خدا در میان بنی اسرائیل بود. موسی رفت به کوه طور، هارون برادرش رو گذاشت در بین قوم بنی اسرائیل، یعنی حجت خدا بود. الان امام زمانی که رفته، اونم از ترس کشته شدن فرار کرده رفته، جانشین امام زمان کی است؟ چه سودی برای مردم داشته در حل مشکلات سیاسی، اقتصادی، نظامی، دینی، مذهبی؟ میشه که خیلی مختصر و مفید بفرمایید؟ غیبت امام زمان عذابیه برای امت و کیعانیه که اجدادشو کشتن در کربلا و در تنها گذاشتن آقا امیرالمومنین، نه رحمتیه برای اونها. تا وقتی که خداوند اذن بده بیاد و اصل شیعه یهودیت هست، مثل از عبدالله ابن سبأ یهودی، نه از فرعون و گوساله سامری. ما مثل اهل سنت پیرو گوساله سامری نیستیم. یهود و شیعه دو آقا محمد هست. آقا محمد، الله سبحانه و تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم در موردش میفرمایه که ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان رحمت برای جهانیان فرستاده شد، امام زمان به عنوان عذاب فرستاده شد. خب این انسان‌های بیگناه چه گناه کردن؟ الان آقا محمد از مشهد، شما چه گناهی کردید که امام زمان بعد عذاب باشه برای شما؟ خدا به حضرت به یهودیان در زمان پیامبر ما میفرماید فلم قتلتموه من کنتم صادقین. چرا پیامبران رو کشتین؟ 600 سال بعد از کشته شدن پیامبران خدا به اینها رو متهم میکنه، چون اینها آقا محمد الله سبحانه و تعالی موسی رو فرستاد، بعد از او پیامبران دیگری بودن، رسول الله صلی الله علیه و سلم رو فرستاد، حجت بر بنده قائم شد، گمراه ها راهنمایی شدن، امروز قرآن کریم در بین امت وجود داره که حجت است بر همه بشریت. شما هایی که ادعا می کنید امام حجت است، این امام چه به درد شما خورده؟ برای آخرین بار این سوالو می پرسم. خب من جواب رو شما گفتم، شما وقتی نخواستی باشین قبول کنیم، من میگم خدا هم چیزی رو مقدر کرده برای آخر از زمان. تشکر آقا محمد. تشکر آقا محمد. بینندگان عاقل و فهیم شبکه وصال قضاوت بکنن. تشکر از شما. برای سلام علیکم بیننده بعدی بفرمید. السلام علیکم استاد محترم، شما را از آلمان زحمت میدم. بفرمایید برادر عزیز بزرگوار. علیکم السلام و رحمت الله. خواستم که تنها بگویم که امام زمان که اینا میگن فقط برای از اینا چور و چپاول اضافه ساخته، برای از اینا سیغر اضافه ساخته، برای از اینا پولهای چتل، برای از اینا مردم بیگناه و مظلوم به نام اهل سنت کشتن به جا گذاشته. اگر اینا واقعا میفهمن که آخر زمان آخر زمان از یا هست، اما آدرسش برای ما بتن که ما پیش از این بریم. یکی از یک قصه دیو پری که یک وقت بود سه بونموت، یک قصه است که دیو آمدین که پری آمدین که یک قصه را اینا برای خود ساختن که قانون سیغه را پیدا کنن، زیارت ها را بسازن، پول پیدا کنن. باور بکنین ما در یک سال در سوریه زندگی کردیم استاد محترم، دست خود با زنجیر قلف میکردن در سیده زینب، میگفت یا مرا جور بساز یا این همینجا دیگه نمیرم جایه. یک قدر بیعقل هستن این مردم. درست. من ایفون که اینا که بیعقل هستن، ای آخر زمان از یا که اینا میگن او چقدر بیعقل باشه. شما اگه برای ما تشریح بدین از عقل ما بسیار دور است که اینا به کدام خرافات روان هستن. تشکر. تشکر صادق جان برادر. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برای سلام علیکم بفرمید. ببخشید شما یمله الارض بستن و عدلا رو قبول نداریم که خود پیامبر گرامی فرمودن زمین رو پر از عدل و داد خواهد کرد؟ آقای آخوندی من از کجا صحبت میکنم، شما از کجا صحبت میکنید؟ ببین عزیز دلنگیز، من از شما میپرسم امروز حجت الهی در زمین کیست؟ شما میگید امام زمان. بابا این امام زمان امروز چه دردی از درد مسلمان ها رو علاج کرده؟ یکی از این دردها رو بگید که در 1200 سال گذشته امام زمان یکی از مشکلات امت اسلامی رو حل کرده باشه. امام زمان وقتش نشده آخر 11 تا اجداد. بابا این امامی که درد امروز درد انسانها رو علاج نکنه، اصلا دین برای این اومد که هم دنیای ما رو خوب کنه هم آخرت ما رو. این امامی که امروز در 1200 سال گذشته نتونسته یکی از دردهای بشریت رو حل بکنه، این به درد جرز دیوار میخوره.
خب یعنی امامان نوکر ما هستن، پیامبران نوکر ما هستن، یا نه ما نوکر اونها هستیم که باید اونها خدمت رو برای ما هر وقت بخوایم اونها رو مثل گوسفند بپوشیم و سر ببریم و مسخرهشون کنیم؟ تشکر 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 آقای آخوندی، تشکر 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 از شما. خب به آخر شما جواب بدین حالا. خب الان جواب میدن جناب جناب استاد جواب میدن، شما منتظر باشید نگاه کنید انشاءالله جواب خواهند داد. تشکر از شما. خب نه خب مگه شما جواب نمیخواید؟ حضرت مولانا جواب خواهند داد. تشکر از شما. حضرت مولانا جواب خواهند داد. استن بعدا رو شما قبول ندارین؟ یعنی پیغمبر قبول داریم، قبول داریم، قبول داریم، قبول داریم. تشکر از شما. تشکر از شما. آخر زمان بنی اسرائیل رو موسی نجات داد. باش. تشکر از شما آقای آخوندی. تشکر برادر عزیز. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خواهش میکنم بذاری من صحبت کنم، به خاطر یک دقیقه من صحبت کنم. 5 دقیقه نمیتونیم، در 1 دقیقه شما بگید که امروز حجت ابن الحسن العسکری چه به درد ملت میخوره. بله من یک حدیثی میخونم که این خودم تحقیق کردم. حدیث نه، حدیث نه، فقط حدیث. جواب سوال ما رو بدید. حدیث نه، فقط جواب سوال ما. یکی از مشکلات امت اسلامی رو که امام زمان حجت ابن الحسن العسکری در 1200 سال گذشته حل کرده بفرمایید. خب 1 دقیقه آیا انصار، 1 دقیقه من صحبت کنم، 1 دقیقه. اگر جواب سوال من رو ندید بعد مجبور قطع بکنم. یک دقیقه منم بینندم، منم حق دارم، 1 دقیقه من صحبت کنم. جواب من رو بدید، وقت رو تلف نکنید. اگر جواب ندادید شما رو تلفنتون قطع میشه و تو بلک لیست شبکه اضافه میشید. بفرمایید. خب یکی از مشکلاتی که امام زمان حل کرده و میکنه اینه که این دنیا برقراره و اگر اون نباشه طبق احادیث معتبر اهل سنت زمین کن فیکون میشه. یکی از حکمت های بودن حجت همینه که دنیا برقرار میشه. تشکر از شما، گرفتیم. بله سلام علیکم، تماس بعدی بفرمید. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمید. سلام علیکم، وقتتون بخیر. سلامت بشید، خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من عباسی هستم، از ایران صحبت میکنم. آقای عباسی از ایران، بفرمید آقای عباسی. سوال برنامه رو متوجه شدید؟ سلام علیکم. سلام علیکم آقای عباسی، برادر بزرگوار، لطف کنید صدای گیرنده رو ببندید، با گوشی تلفن صحبت کنید. سلام علیکم. خسته نباشید آقای. سلامت باشید آقای انصاری. به حضور شما عرضم در مورد امام زمان که صحبت داری میکنیم، امام زمان و بقیه ائمه ما چشم بس گیرد بکن. شما وهابی ها هم چشمی ندارید که ببینید. بله میگه اما امام زمانی ما ما شیعه چشمی بصیرت بخواد که ببینیدش. ببین برادر عزیز آقای عباسی بزرگوار، این حرفا رو بذارید کنار. من سوال ما سوال واضح و آشکاری است. الان آقای امام زمان ایشون حجت هستن در زمین، درسته؟ این اعتقاد شما شیعیان اثناعشری است. الان ایشون چه دردی از درد امت اسلامی رو در طول 1200 سال گذشته دوا کرده؟ یکی از این دردها رو بگید. دردی ما رو ماشیعه رو دوا کرده. مثلا شما وهابیا رو قابل نمیدونن که دردتون رو دوا کنن. نه ما از خیرش گذشتیم، ما از خیر و شرش گذشتیم. یکی از این دردهای شما رو که دوا کرده بفرمایید چیه؟ الان خدمتتون عرض کنم، شما اصلا لیاقتش رو ندارین که بخوام بفهمین امام زمانی آقای عباسی، آقای عباسی، آقای عباسی، شما با کتاب عبدالوهاب ابن تیمیه، ایشون دارن فحاشی میکنن. من از شما سوال پرسیدم، یکی از دردهای شیعیان رو که دوا کرده، حالا ما وهابی ها به قول شما لیاقتش رو نداریم، یکی از دردهای شیعیان رو که علاج کرده بفرمایید. قطع کردم. برای سوال مشکلی داریم میپرسیم از استاد. بله سلام علیکم، بیننده گرامی بفرمایید. سلام، از ادب خدمت استاد انصاری عزیز. سلام و رحمت الله و برکاته. بنده نقشبندی هستم، مزاحمت شدم از لندن. آقای نقشبندی از لندن، بفرمایید برادر بزرگوار. بله جناب استاد انصاری، یه روز یه آقای تو چراغ قرمز گیر کرده بود، چراغ سبز شد نرفت، قرمز شد نرفت، سبز شد نرفت. یه آقای هم پشت سرش بود، سرش رو در آورد، گفت آقای محترم شما منتظر چه رنگی هستید؟
منم از این آقای آخوندی و از این آقای محترم میخوام بپرسم این آقای امام زمان منتظر چه رنگی هستن که 1200 سال ما انسان رو سر کار گذاشتن. این جواب به من بدن بی زحمت. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر. بیننده گرامی سلام علیکم بفرمید. بله سلام علیکم بفرمید. تماس بعدی سلام علیکم بفرمایید. سلام انصاری جان خسته نباشید. سلامت باشید. خودتون معرفی کنید از کجا زنگ میزنید؟ احمدی هستم از ایران تماس میگیرم. آقای احمدی بفرمایید. این یه چیز مشخص و بدیهیه که خدا از امام زمان خیلی هم بزرگتره و هم قدرتش زیاده و هم توانش زیاده. آخه وقتی که خود خدا بعد از این 2 میلیون توی جنگ جهانی کشته شدن الان هزاران نفر دارن کشته میشن کاری نمیتونه بکنه، از امام زمان چه انتظاری باید داشته باشه؟ وقتی خدا این همه قتل و کشتار و نقص و اینها رو میبینه هیچ کاری نمیتونه. موضوع برنامه خدا نیست، موضوع برنامه امام زمان است. اگر در مورد امام زمان بله. صحبت کنید فقط. بله دیگه همین، امام زمان کاری نمیتونه بکنه، خدا نمیتونه. درست، تشکر. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ بله اسمتون و از کجا زنگ میزنید؟ من مهدی هستم از تهران. آقا مهدی از تهران. آقا مهدی بفرمایید. سوالتون رو بپرسید من جواب بدم. فرمودم که آقای امام زمان که از 1200 سال به این طرف حجت الهی در زمین هستند، چه نفعی یا چه ضرری برای امت اسلامی داشتن، چه دردی رو دوا کردن؟ والا از خانم قدبردی که ما شیعه ها دردی ندارن که دوا کنن. عجب. این همه شیعه که کشته میشه این همه شیعه کشته میشه در عراق، جنگ 8 ساله ایران و عراق، این همه مشکلات اقتصادی، این همه درگیری هایی که در داخل ایران هست، امام زمان کی میخواد اینا رو حل بکنه؟ شیعه واقعی کشته نمیشه هیچ وقت که اینقدر مدت زمان قرار نمیگه که اونایی که میگی شما، اونا هم به خاطر وهابیان که سر این شیعه میبردن اگه میبردن. خب چرا این امام زمان نمیاد که امام زمان نمیاد که جلوی این وهابیا رو بگیره؟ امام زمان نمیاد. چرا نمیاد جلوی این وهابیا رو بگیره؟ وقتی کسی نمیخواد بیاد برای چی بیاد؟ قهر کرده؟ نه من دارم صحبت میکنم، میگم وقتی کسی نمیخواد امام زمان رو برای چی بیاد؟ بیاد به کی کمک کنه؟ این همه تو ایران داد میزنید یا مهدی ادرکنی عجل ولی اللهم عجل ولیک الفرج، این همه عجل عجل میگه چرا نمیاد؟ خب بله خیلی حرفا میزنن، ولی ما بعد درونش رو ببینیم واقعا امام زمان میخوان یا برای همین جوری صحبت میکن صحبتشه. کسی که از دلش باید از ته قلب باشه هر چیزی. شما بیا امام زمان رو صدا کنی ولی وقتی عملت چیزی نباشه که امام زمان راضی باشه، امام زمان هیچ وقت نمیاد طرف کسی. مهدی جان من یعنی صادقانه جواب بدید، برای شما به عنوان یک شیعه الان بله. امام زمان وجودش یا عدمش چه فرق میکنه؟ اگه امام زمان وجود نداشت که اصلا این دنیا وجود نداشت، چون بالاخره شما اون حدیث از حضرت محمد نشنیدید که میگه من معتبرم گرفت امام زمان رو، من معتبرم تمیز تا جاهلیه. الان شما امام زمانتون شناختی؟ بله اسمش رو میدونم، لقبش رو میدونم، اسمش چیه؟ اسمش چیه؟ اسمش محمد، هم نام حضرت محمد، لقبش هم مهدیه. نه خب شما اشتباه میکنید، چون در کتابای خودتون گفته کسی که امام زمان رو به نام ذکر بکنه کافره. شما همین الان بر اساس روایت شیعه کافر شدید. بر اساس شرایط، اگه من نزدیک شما بودن شما منو میکشید. نه اصلا شرایط تعیین نکرده اونجا، شرایط به مجرد ذکر اسمش شما کافر میشی. الان شما مهدی جان بر اساس روایت شیعه کافر شدید. چون من نباید هر شرایطی هست. الان که من آزادم، من تو تغییر نیستم، من توی کشور شیعه هم، من میتونم اسم امام زمان بیارم. شما با اسم امام زمان مشکل داری؟ نه.
پس چرا با اهل بیت مشکل داری کلا؟ ما با اهل بیت مشکل نداریم، محبت اهل بیت جز ایمان ماست. ما ببین آقا مهدی، آقا مهدی شما گوش بده، تو لباس سفید نمیپوشی تو ایام آقا مهدی. آقا مهدی سوال ما خیلی واضح و آشکار است. شما به عنوان یک شیعه، در زندگی روزمره شما امام زمان چه نقشی داره؟ چه مشکل شما رو میتونه حل بکنه؟ الان آقای محترم، ببین آقای محترم، آقا مهدی رسول الله صلی الله علیه و سلم اومدن در بین بشر زندگی کردن، مشکلات امت رو حل کردن، قرآن رو برای ما نازل آوردن، ما به این قرآن داریم عمل میکنیم. الان شما میگید به احادیث امام مهدی عمل میکنیم، یک حدیث از امام مهدی شما ندارید در مذهبتون؟ بفرمایید یک حدیث بگید از ایشون. شیخ مفید احادیثی که از حضرت مهدی آورده، خود نامه هایی که بهشون نوشته. کجاست این نامه؟ شما خودت کتابش چرا همه رو میدونی؟ خودت میدونی، من احتیاجی نیست به شما بگم که کجاست این نامه ها؟ یکی از این نامه ها کجاست؟ ببینید الان ما میگیم قرآن مخطوطش هست از 1200 سال قبل از زمان رسول الله، قرآنی که حضرت عثمان نوشته هست، قرآنی که در زمان خلفای اموی و عباسی دستخط الان هست در موزه های کشورهای مختلف پیدا میشه. این دستخط امام زمان کجاست؟ یکی از این دستخط ها در کجا نگهداری میشه؟ الان ما دستخط امام زمان هم خدمت شما بدیم، شما باز میخوایی بهونه دیگه بیاری دیگه، مثل ابو جهل. تشکر از ادب و اخلاق شما. شما بفرمایید آقای محترم، من تشکر میکنم از ادب و اخلاقتون. این امام زمان دستخط هایی که برای شیخ مفید میفرستادن کجاست؟ چرا الان نمیفرستن؟ یعنی مشکل با دستخط حل میشه من بیارم نشون بدم به شما؟ بله. شما شیعه میشی؟ ثابت کن که امام زمان هست، من شیعه میشم. همینجا اعلان میکنم که شیعه شدم. ثابت کنم؟ بله. احادیث ما رو خوندید یا نخوندید؟ ما الان در مورد احادیث شما داشتیم بحث میکردیم چند لحظه قبل. تو در صحیح بخاری این همه احادیث اومده، خود حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که در امام دوازدهمین امام غیبت طولانی خواهد داشت. شما خودت هم عزیزم نگفته در صحیح بخاری، تهمت نزنید به صحیح بخاری، تهمت نزنید، نگفته این چیزا رو. شما خودت حقیقت رو میدید، چرا کسمان میکنید؟ این دنیا ارزش داره؟ آقای محترم مهدی جان، برادر عزیز، ما صحیح بخاری خودمونو بلدیم که چی توش نوشته. در صحیح بخاری تهمت نزنید در صحیح بخاری نیست. هست، چرا نیست؟ صحیح مسلم، صحیح بخاری هست. بخون یکی از این روایت ها رو بخون. شما آخه من بتونم بخونم که تو قبول نمی کنی که. تشکر میکنم. تشکر آقا مهدی بزرگوار، استفاده کردیم از صحبت‌های مؤدبانه و عالمانه شما. تشکر از شما. شما به علامه مجلس توهین کردی ما. تشکر از شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده بعدی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشید. میشه خودتون رو معرفی کنید؟ از کجا زنگ میزنید؟ من عبدالله از ایران. آقا عبدالله از ایران، بفرمایید. آقا عبدالله انصافا جواب خوبی دادین بین بیننده قبلی، اینی که در رابطه با امام زمان صحبت کرد. آقا عبدالله شما در مورد خودتون صحبت بکنید. وجود امام زمان در زندگی شما چه نقشی داره؟ آیا به درتون خورده نخورده؟ یکی از فواید وجود امام رو بگید. زندگی من که هیچ جایی نداره، زندگی من خدا که خدا هست جایی نداره. این همه ظلم خب داره. من در مورد امام زمان صحبت میکنم، شما من تعجب میکنم واقعا شما مردم. برای سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ از سیستان، عبدالرحمن هستم. آقا عبدالرحمن بفرمایید. برادر عزیز های شما خوبه؟ سلامت باشید، تشکر از شما، بفرمید. این برادر عزیز اینها یک از سخنهای عجیبات بزنن. بله علا. بله بفرمید. یا از خدا نمیت هست که امام زمان اشکال کردن بتاند، ایلا خدا نمیت تاند. درست خدا یارش هدایت کنه. آمین. باشم. آمین.
تشکر از شما برادر عزیز. الله متلفستون کنه. تشکر. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برای بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عرض ادب و سلام سلام ادب دارم نسبت به استاد عزیز مولانا عبدالقدوس دهخان. زنده باشید. علیکم السلام. من فقط امیر رو میخواستم خواهش کنم که تو حاضر من یگان شیعه مد رو رفیزی مد رو ندیدم که استاد از آقای شترمرغ سر کرده. آنها نمیتوانند با شما بحث کنند. زیرا در باطل نمیتوند با حق روبرو شود. و ابو علی ابن سینا بزرگوار نیز یک پند خوبی گفتم که اگر برای اشتباه 1001 دلیل بیاورید واقع 1001 اشتباه از شما سر دارد. کلا شما همگی دین اینها استاد همگی اشتباه است. از این رو با حق روبرو شدن برای آنها مشکل است. از روی همین لحاظ با شما فوش میارانم سخنان ناجو میگم، لیکن الله انشاءالله با ماست. و همین را گفتنی هستم که اگر حضرت مهدی تشریف بفرمایند قسم به خدا اولی انسان هایی که بزیدی و جنگ میکنن این رافضی هستن. درست. از برنامه خوب تانیشه تشکر میکنم. الله شما را نگهبان باشد. السلام علیکم, علیکم و رحمت السلام و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز، اگر که متوجه شده باشید در شروع برنامه این باب رو که ما بررسی می کردیم، جناب استاد بعضی از این روایت ها رو نشون دادن. یکی از اینا رو من اینجا خدمت رو نشون میدم. احمد جان روایت پنجم رو از این باب نشون بدید. میگه یکی از حکمت های وجود امام این است که ان الله لم يدع الارض بغير عالم ولولا ذلك لم يعرف الحق من الباطل. یکی از حکمت های وجود امام این است که اگر امام نباشه حق از باطل شناخته نمیشه. الان برای من انسان رسول الله صلی الله علیه و سلم حق را از باطل برای من آشکار کردن توسط قرآن کریم. چرا امام زمان این وظیفه شو الان انجام نمیده؟ اگر هست چرا پارسال، پرارسال، 100 سال، 200 سال، 1000 سال، 1100 سال، 1200 سال به این طرف قرآن اصلی رو با خودش برداشته از ترس کشته شدن فرار کرده و همه بشر رو در این وضعیت رها کرده؟ جناب استاد بفرمایید. من متأسفانه نمیدونم چی بگم. این مطلبی نبود که بنده یعنی میخوام که روش صحبت بکنم. فقط این حرف آقای عباسی از ایران برام یعنی جالب بود که ایشون گفتن که دیدن امام زمان چشم بصیرت میخواد. منو به یاد یک داستانی انداختین، چشم بصیرت شیعه که میخوان امام زمان رو ببینن. من قبلا همین مطلب رو فکر کنم که عرض کردم خدمت بینندگان عزیز. میگن در هندوستان یک آقای شیادی از یک حکومت وقت، حاکم و پادشاه وقت، یک مبلغی رو اخاذی کرد. گفت که یک مبلغی در اختیار من بذار، یک بودجه هزینه‌ای به من بده، من میخوام برای تو یک تاجی درست بکنم، یک تاجی که واقعا یعنی زیبا باشه و شایسته مقام پادشاهی شما باشه. اونم دیگه هر وقتی دیگه میداد، یعنی هزینهش تامین میشد، یعنی هر وقتی که نیازی داشت بودجه بهش میدادند که خب داره برای شاه دیگه نمیدونم تاج درست میکنه و عبا درست میکنه و بقیه وسائلی، کمربند و نمیدونم فلان. خب بعد از یک مدتی پادشاه ازش گفت ببینیم این آقا برای ما چیکاری کرده تا حالا، این همه پول خرج کردیم، هزینه دادیم که برای ما تاجی و نمیدونم کمربندی و عبایی لباس شاهانی درست بکنه، ببینیم که چیکار کرده. گفتن اینو صداش زدن، گفتم تا حالا چیکار کردی، کار چقدر پیشرفت کرده؟ گفت خیلی کارم پیشرفت کرده، با این پولی که من از دربار پادشاهی گرفتم من رفتم و کارخانه زدم و دارم میبافم و مواد خیلی دست اولی رو من آوردم و تاج تا یک مقداری کار شده و لباسات یک مقداری کار شده و شما تشریف بیارید و ببینید، یعنی بازدید بکنید. خب رفتن از این قصر پادشاه، رفتن بیرون، گفت که ها اینجا هست محلی که میخوایم بریم، اینجا هست. اما دیدنش یک شرطی داره، دیدن تاجی که من درست کردم، لباس شاهانی که من درست کردم یک شرط داره، فقط آدمای حلال زاده میتونن ببینن، حرام زاده نمیتونه که تاجو ببینه.
کسی که حلال زاده باشه به قول این آقا چشم بصیرت داشته باشه، فقط اون میتونه ببینه، بقیه نمیبینن. خب پادشاه و با وزرا همه رفتن داخل و دیگه بازدید میکردن. این آقای شیعه توضیح میداد اینو که میبینید اینجا این الان تاجه نصفش درست شده، ببینید چه قشنگه. پادشاه میگه بله خیلی هم زیبا هست، خب چی نبود، فقط خب میترسید اگر بگه که نمیبینم یعنی اینکه حرام زاده هست، یعنی چشم بصیرت نداره. اگر بگه که نمیبینم اصل و نسبش زیر سوال میبره، و بگه که نمیبینم خب یعنی که کوری مگه نمیبینی، نمیدونم دیگه. این آقا میگه که اگر انسان چشم بصیرت داشته باشه شاید امام زمان رو ببینه، نمیدونم شاید آقایون شیعه میبینند امام زمان رو. و امیدوار هستم که انسان به الله متعال به انسان یک عقلی رو بده بر اساس عقل و منطق در واقع، ولی اینکه 1% شما این احتمال رو بذارید، 1% نمیگویم که 100%، 1% این احتمال رو بذارید که این اصول کافی با این روایتی که بنده دروغ بودنشون رو براتون ثابت کردم، 1% احتمال بدید که اینا دروغ هست. با عقل خودتون، با منطقتون، با معیار قرآن بروید، دین خودتان را، مذهب خودتان را و این اعتقادات خودتان را بررسی بکنید، ببینید که به کجا خواهید رسید. و مطمئن هستم که هر کسی که دنبال حقیقت باشد و صادق باشد در پیروی از حقیقت، مطمئنن الله متعال اون را به حق و حقیقت انشاءالله خواهد رساند. بینندهی گفتن که امین که دنیا برقراره، این یکی از حکمت‌های وجود امام است. و من قبلا این آیه رو خوندم از سوره مائده بود که رسول الله تعالی میفرماید قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل، یک فتره بوده، فتره یعنی زمان انقطاع پیامبران بوده. اگر واقعا بدون پیامبر و بدون امام دنیا از بین میرفت، باید قبل از رسول الله صلی الله علیه و سلم دنیا باید از بین میرفت. اساسا این حرف و روایاتی که در این زمینه اومده تضاد دارد با این آیه قرآن، و در آیات قرآن ما فراوان داریم که آسمان و زمین و بقیه مخلوقات اینها پدید از توسط الله متعال پدید آورده شده، و الله متعال هست که آسمان و زمین و تمام نظام زندگی رو در واقع اداره می کند. امام زمان هیچ گونه نقشی رو ندارن، بلکه حتی وجودشون هیچ گونه دلیلی برای اثباتش وجود نداره. بله، جزاکم الله خیر. جناب حضرت مولانا عبدالقدس دهقان، که واقعا این دو باب رو که بررسی کردید من تعجب کردم، یعنی که کل این اعتقاداتی رو که اینها بر این 12 امام خواستن، حضرت امام زمان عین جیم بنا کردن، انقدر سست و پوشالی است که حتی نمیتونن یک دلیلی هم داشته باشن. البته این مطالب من فقط 3-4 تا از این روایات این باب رو من خدمت بینندگان عزیز که آقای مدرسی گفته بود که بهترین روایت هستن، اینا رو بررسی کردم. بقیه 10 روایتی گفته بود 5-تاش ضعیف هست و 5-تاش مجهول هست. غیر از این اشکالات خیلی زیادی داره، به طور این از روایات علی ابن حکم هست، از روایات هشام ابن سالم هست و افراد دیگری در روایتشون هستن. محمد ابن فضیل هست که 2-3 روایت در این باب در واقع از این آقا هست و ایشون جز راویان تحریف قرآن هست. در باب معروفی که من قبلا خدمت بینندگان عزیز نمایش دادم، باب نکات و نطف، در اون حدود 10 روایتشون دارند. روایت 58 59 64 دقیقاً از آقای محمد ابن فضیل هست که تصریح کرده بر تحریف قرآن. یعنی یک مشت انسان خرافی و معتقد به تحریف قرآن و کافر به قرآن جمع شدن و این مطلب رو بیان کردند که منم عرض کردم با دیده عقل اگر ما نگاه بکنیم، اگر این روایات صحیح باشند به معنی بطلان امامت هست، و اگر باطل باشند به عنوان به معنی بطلان این حرف و این در واقع قاعده هست. خیلی مختصر در 1 دقیقه لطف بکنید اعتقاد ما در مورد حضرت مهدی حقیقی رو، چون بعضی بینندگان شبهه براشون ایجاد شده که ما اصلا کلا مهدویت رو انکار میکنیم. بله، ما در روایت صحیح و صریح خودمون داریم که مهدی آخرالزمان اسمش از محمد ابن عبدالله، نامش و نام پدرش در واقع مانند نام و نام پدر رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. در آخرالزمان ایشون در واقع ظهور میکنند، از اولاد سیدنا حسن ابن علی هستند نه از اولاد حسین، و ایشون در آخرالزمان میاند و دنیا را پر از عدل و داد میکنند، و این و ایشون امروز روزه وجود ندارند. در آخر زمان در واقع به دنیا خواهند اومد و از فرزندان حسن عسکری نیستند. این عقیده اهل سنت و الجماعت هست، و برای این عقیده در کتاب اهل سنت و الجماعت ما دلایل قطعی و 100% صحیح و متواتر داریم. اما مهدی اهل سنت و الجماعت هیچ ارتباطی با مهدی شیعه ندارد، نه در ذاتش یکی هست و نه در صفاتش یکی هست، و حتی در نسل و نسبش هم در واقع یکی نیستند، و در کار
کاره ها و ویژگی هایی هم که در واقع می کنند با هم دیگه کاملا 100% متفاوت هستند. ما به مهدی که در روایات اهل سنت و الجماعت اومده، محمد ابن عبدالله از اولاد حسن مجتبی رضی الله تعالی عنهما ایمان داریم، با اون کیفیتی که در کتاب های اهل سنت و الجماعت اومده. اما محمد ابن حسن عسکری نه اصلی رو داره، نه ولادتش ثابت هست و نه امامتش و نه بقایش و نه مهدی بودنش. تشکر از شما، تشکر از تک تک شما بینندگان عزیز گرامی که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید. تا حجت بی حجت دیگر که گوشه دیگری از دروغ ها و خیانت های این شیادان دین فروش، کلینی و مجلسی و غیره را برای شما آشکار خواهیم کرد. همه شما عزیزان را به پروردگار متعال می‌سپارم. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر.